نباشی، گر که آواره بشی هم وطن من. درود و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما دوستان و هموطنان عزیز و گلم. چهارشنبه 19 مهر ماه 1402 برابر با 11 اکتبر 2023. دیروز در کلاب هاوس اتاقی گذاشته شده بود توسط آقای شمس و آقای مجتبی واحدی و آقای شعله سعدی و چند نفر دیگه هم در این اتاق دعوت بودن. من صحبت های آقای واحدی رو بیشتر از بقیه جدا کردم. البته یکی دو تا از صحبت های آقای شعله سعدی و یکی دو نفری که توی اتاق بودن رو هم براتون گذاشتم. یه آقایی هم بودش که توی پروفایلش نوشته بود خبرنگاره، طرفدار جمهوری اسلامی بود و وقتی که صحبت کرد یه مشاجره لفظی هم بین ایشون و آقای واحدی رخ داد. امیدوارم که مورد پسندتون قرار بگیره. دوستانی که در ایران هستن لطفاً با لایک کردن و گذاشتن کامنت به رشد و دیده شدن کانال کمک بکنید. دوستانی هم که در خارج هستن در صورت تمایلشون میتونن روی گزینه تانکس کلیک بکنن و کانال رو حمایت بکنن. ممنونم از لطف و محبت همتون. زنده باد ایران ایرانی با شرف و لعنت به هر چی مزدور و وسط باز تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه. سپاس، دم همتون گرم، خیلی مخلصم. خدمت آقای واحدی عزیزم سلام و خیر مقدم دارم خدمتتون و انشالله میخوام این نوید رم خدمت دوستان عزیز بدیم که به صورت مرتب انشالله به صورت هفتگی اتاقهایی رو با موضوعهای متناسب با شرایط روز با همین جمع انشالله برگزار خواهیم کرد و انشالله شما هم تشریف بیارید و اگر نیازی هست از اتاق استفاده بکنید و از کارشناسای محترم هم اگر سوالی هست بپرسید. جناب آقای واحدی خیلی خوش آمدید، ممنونم از لطف شما، بشنویم شما رو. سلام به شما آقای شعله سعدی، آقای روشندل و همه عزیزانی که در اتاق هستن، حالا چه دوستانی که بعدا به ما میپیوندن و چه کسانی که در آدینس هستن. از حضور شما که من از پایان صحبت آقای دکتر شعله سعدی چون اوایلش رو نشنیدم ولی پایانش رو که شنیدم، ببینید آقای دکتر شما بهتر از من میدونید که نمیشه مردم رو محکوم کرد و نمیشه حالا به مردم الزام کرد که اینی که تو تشخیص میدی خوب نیست، اینی که من میگم بهتر. بله حتما ما اگر یک امکانی فراهم میشد که در داخل کشور مردم به داشته های خودشون باور پیدا میکنن و باور میکنن داشته های اونهاست، شاید خیلی مسائل حل میشد. به نظر من اشکال از اونجاست که ما در اثبات این که بعضی چیزا داشته مردم ناتوان بودیم. یعنی حالا به دلیل رفتارهایی که شده خیلی از جوانهای ما غیر جوانها متوجه شاید قبول ندارن یا دقیقا نمیدونن یا دلایل درستی دارن که حاضر نمیشن مثلا خانم محمدی رو از داشته های خودشون بدن. این ضعف از ما هست، این ضعف از رفتار بعضی از طرفداران و بعضی از مخالفان ایشونه که نه در طرفداری و نه در مخالفت اندازه نگه نمیدارن. اونایی که مخالفت میکنن حاضرن همه ایران از بین بره ولی اسم نرگس محمدی بلند نشه و اونایی که طرفدارش هم هستن حاضرن همه از بین برن فقط به خاطری که با نه اونم نه به خاطر نرگس محمدی، به خاطری که خودشون میخوان از قبل نرگس محمدی بهره ببرن. ولی خب در مورد رونالدو اینطوری وجود نیست. در داخل کشورش کس باشه احساس رقابت نمیکنه، هیچ کس احساس نمیکنه رونالدو جاشو تنگ کرده، یه محبوبیت هم بین جوان‌ها داره. ضمن اینکه اون جوان احساس میکنه که دنبال اتوبوس رونالدو دویدن براش هزینه‌ای نداره ولی احتمالاً برای نرگس محمدی هزینه داره. یعنی دلایل مختلفی وجود داره. بله این معنیش این نیست که ما الان هیچ تلاشی نکنیم که این نگاه اصلاح بشه. من به صورت خاص به خانم نرگس محمدی کاری ندارم، خیلی داشته ها ما در داخل کشور داریم که بهش توجه نمیشه. همین الان دوستان ببینید بسیاری از افراد با منش های مختلف سیاسی از نهله های گوناگون مذهبی و غیر سیاسی و غیر سیاسی دارن دل میسوزونن برای بچه هایی که در حالا چه در اسرائیل چه در فلسطین که هر دوش جنایته و از نظر من متهم ردیف اول هر دو دسته از بچه هایی که کشته میشن حماس و علی خامنه ای و در بعضی مراتبش هم اسرائیل. برای اون دل میسوزونم، میگم یه عده برای بچه اسرائیلی یه عده برای بچه فلسطینی ولی هیچ کس نمیگه امروز تولد ابوالفضل عادی‌نژاد است.
نوجوانی که در داخل کشور اتفاقا داشته تلاش برای آزادی هم میکنه، اینطور نبوده که حالا مثلا تو خیابون علکی تیر خورده باشه. ما از این مشکلات داریم. این همین امروز من از طرف خودم و آقای شورسلی و دیگر دوستان محکوم میکنم گروه هایی رو که الان بلند شدن علم دستشون گرفتن برای کودک اسرائیلی یا کودک فلسطینی اشک میریزن که باید برای اون هم ریخت. کودک در همه جای دنیا کودک و معصومه، اما کلامی اشاره نمیکنن به ابوالفضل عادل‌نژاد، هیچ اشاره نمیکنن به آرمیتا گراوند که الان داره با مرد دست پنجه نرم میکنه. این اشکالات از خود ماهاست. به نظرم شاید ماها میتونیم این کار رو یه مقداری برخلاف جهت آب، برخلاف جریانی که آدم رو معروف میکنه یا محبوب میکنه حرکت کنیم و اینها رو جا بندازیم. اما در مورد مسئله اسرائیل و فلسطین، خب به نظر من موضوع خیلی داره پیچیده میشه کم کم. من خودم امروز حالا تو لایو هم گفتم یک نوع تردیدهایی داره در من ایجاد میشه، نمیدونم دوستان اشاره کردن یا نه، که دست روسیه رو من در این قصه تا حدودی میبینم. یعنی اگر فرض کنیم اون احتمالاتی که در مورد غافلگیری 100% اسرائیل گفته میشه درست باشه، من مطمئنم نوعی از غافلگیری بوده، اما اینکه حالا 100% هم غافلگیر شدن هنوز برای من ثابت نشده. اگه فرض کنیم درست باشه، من این موضوع فراتر از توان اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی میدونم و معتقدم که دست روسیه در کاره و اتفاقا برنده اصلی جنگ فلسطین الان روسیه است. روسیه ای که تمام دنیا متمرکز شده بودن روی اوکراین و الان همه توجهات از اوکراین رفته به طرف فلسطین و قاعدتا برای روزهای طولانی هم اتفاق خواهد افتاد. من موضوع انقدر پیچیده میدونم که تصور میکنم حتی اتفاقاتی که در دو هفته گذشته در آمریکا افتاد باز بر اساس همین نفوذ روسیه است. اینکه به یک بار 8 نفر از جمهوری خواهان آمریکا اومدن همدست شدن با دموکرات‌ها و رئیس مجلس رو زدن زمین، حالا اینش مهم نیست، حالا یه زدن زمین، ولی نتیجهش این که مجلس نمایندگان آمریکا الان رئیس نداره و بر اساس ضوابط اینجا تا زمانی که رئیس نداشته باشه جلسه نمیتونه تشکیل بده. ضربه اولش عدم تصویب کمک‌های ادامه کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین بود و ضربه دومش الان 2 روز من یعنی در واقع حالا از دیروز صبح تا حالا رسانه‌ها رو که نگاه می‌کنم یکی از نگرانی‌های سیاستمداران رسانه‌ها و بعضی از افراد افکار عمومی آمریکا اینه که چون مجلس امکان تشکیل جلسه نداره، امکان تصویب کمک مالی به اسرائیل هم وجود نداره. من اصلا نمیگم این کمک انجام بشه یا نشه، این کار ندارم. میخوام عرض کنم که به خیلی خوب روسیه الان به نظر من به این جهت من اصرار دارم ولی که هر چی نگاه میکنم منتفع اصلی این حوادث فلسطین بدونی که کوچکترین هزینه پرداخت کنه دولت روسیه است. خب روسیه علارغم پیوندهای خیلی عمیقی که با اسرائیل داشت بر سر قضیه اوکراین با اسرائیل اختلاف نظر پیدا کرده و الان روسیه هم تا حدودی مثل جمهوری اسلامی شده که نمیتونه دراز مدت فکر کنه. براش عبور از بحران فعلی مهمتر از برنامه‌ریزی دراز مدت آینده است. به هر حال به نظر با این مسائل با این ابعاد باید نگاه کرد و بزرگترین متضرر این حوادث هم نتیجه هر چه بشه، دوستان من با صراحت میگم نتیجه در حوادث فلسطین هر چه باشه بزرگترین متضررش جمهوری اسلامی که البته این هزینه رو ملت ایران پرداخت کنه. حالا در قسمت‌های بعدی جزئیاتم و دلایلم رو خواهم گفت. خیلی متشکرم. بسیار سپاسگزارم جناب آقای واحدی عزیز و سپاس از شما. دوستان عزیز، ما یه چند دور دوستان عزیز کارشناس رو بشنویم. حتما عزیزانی که دست بلند کردن رو دعوت خواهیم کرد که اگر سوالی دارند انشالله مطرح کنم. جناب آقای دکتر روشندل در خدمت شما هم هستیم، بفرمایید. عرض سلام و درود دارم خدمت شما مهمانان عزیز، دوستان خیلی خوب جناب آقای واحدی، جناب آقای دکتر شعله سعدی و شما و همچنین شنوندگان خوبمون. خیلی متشکرم از برگزاری این اتاق و صحبت‌های خیلی خوبی که هر دو عزیز داشتن. من کاملا هم نظر هستم و به ویژه ابتدای عرضم باید ابراز همدردی بکنم نسبت به قربانیانی که در واقع بیگناه در این جنگ نابرابر و بیرحمانه در واقع زیر آتش موشک‌ها و سلاح‌های سنگین قرار دارن. خب این دردمند باید باشیم نسبت به این مسائل. برای اینکه این تایتل رو در واقع به خوبی شما چینش کردید و مهمانان خوبی هم هستن، اگر اجازه بفرمایید من بخشی از اون نکاتی که نسبت به هویت شناسی موضوع هست از این نقطه شروع بکنم و بعد برسیم به حوزه منافع ملی ایران و اینکه آیا تاثیر این بحران ها در منطقه چقدر میتونه به ضرر ما باشه، حکومت موقعیتش به چه شکل هست یا تصویری از ژئوپلیتیک خاورمیانه بتونیم ارائه بدیم.
خدمت شما عرض کنم، من ابتدا از موقعیت اسرائیل شروع می کنم که یک سیاست تدریجی و تکوین شده رو در مورد اسرائیل باید بهش قائل بشیم که سه مرحله هست. مرحله اول در واقع تعیین حاکمیت ملی اسرائیل هست که خودش رو به عنوان یک هویت ملی تعریف بکنه و تا حدودی هم در این زمینه به خوبی عمل کرده، چون پشتوانه حمایتی خوبی هم داشته، تحرک دیپلماتیکش خیلی فعال بوده. بخش دوم که میشه گفت از اواسط دهه 90 شروع میشه، ورود به تعیین مرحله، در واقع مرحله تعیین هویت منطقه‌ایش هست. یعنی به عنوان یه بازیگر منطقه‌ای میتونه تأثیر بذاره روی تحولات منطقه و کشورهای پیرامونی خودش تا بتونه نقش چند جانبه رو بگیره که سیاست خارجی خودش رو خیلی منظم و روان در راستای ترسیم الگوهایی که مورد نظرش هست و برنامه‌ها و اهدافی که داره دنبال کنه. بخش سوم خیلی حائز اهمیت است به دلیل اینکه در خلأ قدرتی که در منطقه وجود داره بعد از اینکه در زمان دوره پهلوی برای چند سال ایران نقش بسیار قدرتمندی داشت، اسرائیل این نقش رو از حدود 10-15 سال قبل به عنوان یک در چارچوب سیاست برون سپاری که از زمان اوباما شروع شد که بتونه نقشهایی رو از طرف آمریکا و اروپا پیگیری بکنه و در منطقه اونها رو در راستای تقویت منافع ملیش به پیش ببره. در واقع میشه گفت این نقش نیابتی یا نقش مشابه ژاندارمی منطقه رو ما میبینیم اسرائیل کلید زده و سیاست خوبی هم هست. پیمان ابراهیم در واقع یک نقشه هستش که میتونه اسرائیل رو از انزوای منطقه ای خارج بکنه و در این راستا هم پیمان ابراهیم ابتدا با کشورهایی شروع شد که در واقع موقعیت اسرائیل رو به عنوان یک کشور و نقش منطقه‌ایش رو پذیرفته بودند و حاضر بودند که در این راستا منافع ملی خودشون رو مورد مذاکره قرار بدن با اسرائیل. در مرحله ای که الان ما قرار داریم این رو باید قبول بکنیم که اتفاقی که روز گذشته افتاد از طرف در واقع حماس، یک تصویری رو اینجا باید در مورد سیاست خارجی ایران باید قائل بشیم که ببینیم حماس چرا این کار کرد. ببینید در مورد بررسی سیاست خارجی ایران مکرر صحبت‌هایی داشتم، دوستان دیگه هم همینطور، ولی در مورد ماهیت سیاست خارجی ایران باید بپذیریم که یکی از دلایل عمده ضعف سیاست خارجی ایران این هستش که ایران متاسفانه سرمایه گذاری اصلیش در سیاست خارجی رو روی حمایت از گروه ها و متغیرهایی کرده که به صورت موقت میتونن منافع کوتاه مدتش رو تامین بکنن. در برخی از کشورها همراه با تعیین چهره هایی بوده که در این کشورها به عنوان مزدور برایشون فعالیت کردن، مثلا عبدالله نوری در تاجیکستان یا مجاهدین افغانستان یا مثلا عبدالله سامبی در جزایر کومور یا همون سید حسن نصرالله که قبل از ایشون سید عباس موسوی بود، یا در حماس که چهره های حماس رو خب شما بهتر میشناسید، در کشورهای مختلف مثل یمن گروه الحوثی یا در عربستان یا در کشورهای دیگه که نمیخوام خیلی به اینا اشاره بشه، این سیاست ها در بعضی از کشورها موفقیت آمیز بوده، در بعضی از کشورها موفقیت آمیز نبوده. این که ایران به ازای این که بتونه همون سطح از روابط دیپلماتیک رو که کشورها مایلن باش برقرار کنن در اون ظرف بخواد منافع ملیش رو دنبال کنه، به دلیل قرار گرفتن وضعیت سیاست داخلی در راستای نقش‌آفرینی نیروهای نظامی و امنیتی به ویژه سپاه، طبیعتاً نقش اونها یا نگاه اونها در سیاست خارجی حاوی همین تصور هستش که ما باید با ایجاد متغیرهای وابسته بتونیم منافع خودمون رو دنبال کنیم. اینجاست که تمام معادلات در بحث تأمین بودجه این نیروها و تقسیم منافع مالی در داخل کشور طبیعتاً از اختیار دولت خارج میشه و تا این حد که در دوره روحانی شما میبینید که ظریف، آقای دکتر ظریف، فقط در حد اینکه بتونه مذاکرات هسته‌ای رو دنبال بکنه نقش‌آفرین هست، ولی در پیرامون ایران تمام سیاست خارجی به ویژه در سوریه، در عراق، همه یا افغانستان یا یمن همه توسط سپاه مدیریت میشه. با این تفاوتی که مطرح شد که حاکمیتی که در واقع در سیاست خارجی ایران وجود داشت
عملا میشه گفت بخش اعظمش در دست سپاه بود، شما اینجاست که میتونید تصور بکنید که چرا جایگاه حماس و حزب الله در معادلات منطقه لبنان، سوریه و کلند در اون حوزه که پیرامون اسرائیل باید تهدید امنیتی ایجاد بشه چقدر براشون اهمیت داره. و با اون تصور هستش که سپاه تا این حد دست اینها رو باز گذاشته که بودجه کشور رو به راحتی در اختیار اینها بذارن. چون من شاهد این موارد و این کمک ها بودم زمانی که وزارت خارجه بودم که چطوری رهبران حماس می اومدن چمدون چمدون پول می بردن و بدون اینکه حسابرسی بشه. آقای قاسم سلیمانی چندین بار در جلسات وزارت خارجه نسبت به این مسئله تاکید داشته که بودجه نامحدود در اختیار اینها قرار بگیره. اینها رو به صرف آگاهی دهی به افرادی و عزیزانی که در داخل کشور هستند دارم عرض میکنم که بدونید ماهیت سیاست خارجی ایران که الان این گرفتاری برای ما ایجاد شده در کجاست. و دیروز که حماس به طور در واقع رسمی اعلام کرد که ما از ایران کمک گرفتیم، تا حالا این خط از مواضع سیاسی رو ایران اجازه نمیداد که کشورهایی که نیابتی برای ایران فعالیت میکنن علیه اسرائیل یا هر کشور دیگه، حتی عربستان بیان اعلام کنن، حتی یمن هم که گروه انصار حزب اللهش به آرامکو حمله کردن، تأسیسات نفتی عربستان حدود 4 سال پیش، صراحتا نگفتن که ما از ایران دستور گرفتیم، برای اینکه اون خط مواضع سیاسی رو نگه میدارن برای زمانی که ایران بتونه با عربستان اگه توافقی کرد حداقل اون هزینه زیادی رو که باید بدن ندن، بگن که ما خب نقشی نداشتیم. در مورد کمک به اوکراین هم ایران دیدید ملاحظاتی داشت، اجازه نداد که در واقع اعلام بشه که ایران مستقیم به روسیه کمک گفته. این کمک ها رو ما قبلا به این فروش پهپادها رو قبلا ما به روسیه فروخته بودیم و اصلا حالا با هر کشوری جنگیده به ما ربطی نداره. ولی حماس اگر در این سطح میاد ورود میکنه و سید حسن نصرالله میاد در توییتش یا در صحبتهایی که کرده میاد به این صراحت کمک نظامی ایران و کمک مالی ایران رو اعلام میکنه، پس نشون میده که پلن و استراتژی ایران در نابودی اسرائیل یک پلن در واقع قابل برنامه ریزی و تدوین شده هست. حالا منافع ملی ایران تا چه اندازه از این مسئله در واقع ضرر ببینه، اون دیگه بستگی به این داره که ما در چه تصویری بخوایم این تحولات آینده رو رصد کنیم. بنابراین زمانی که این خبر دیروز اعلام شد و این اتفاق افتاد که حماس با نیروهایی که در واقع در اختیار داشت، حالا بعضی از اخبارم نشان از این میده که افرادی که از به نام حماس در اون منطقه حضور داشتن به فارسی با هم صحبت میکردن، هیچ بعید نیست من خیلی نگرانم از این منطقه که از این مسئله که به طور مستقیم ایران وارد یک فضایی بشه که زمینه های اون قبلا در بحث شکست مذاکرات هسته‌ای و بحث نقض حقوق بشر در قضیه خانم مهسا مهرس شده و ایران کم کم داره به عنوان یک عضو نامتوازن و ناهماهنگ با نظام بین الملل داخل ائتلافی میشه که ائتلاف تهدید هست. و سیاست ایران در کشورهای مختلف با اسرائیل تا قبل از این حمله که اتفاق افتاد سیاستی بود مبتنی بر یا حالت رقابتی با اسرائیل داشت در برخی از کشورهایی که هر دو طرف یعنی هر دو کشور رابطه دیپلماتیک داشتن، در برخی از کشورهای خاورمیانه، ولی در بعضی حوزه ها در بعضی کشورها جنگ سایه ها بود یا جنگ نیابتی بود، مثل شمال عراق یا مثل آذربایجان یا در مثلا لبنان، به شکلی که یا در مثلا امارات یا در قطر ابزارها و بازوهای اطلاعاتی دو کشور اون فضای جنگ رو بین این دوتا به تصویر میکشید و حسب رهبران حماس در مثلا در امارات اتفاق افتاد توسط اسرائیلی ها، همه اینها نشون میداد که با پلنی که هر دو طرف دارن در این حال با پرهیز از ورود به جنگ مستقیم ولی تلاش میکنن که منافع خودشون رو با کنار گذاشتن رقیب از میدان ادامه بدن. فعالیت دیروز طبیعتاً یک شوک بزرگی بود. من هم موافقم با جناب واحدی که نمیشه کاملاً
مسئله رو به این گونه تصویر کرد که تصور کرد که اسرائیل نهادهای امنیتی اطلاعاتیش بیخبر از مسئله بودن. مگه میشه اسرائیل که در تهران در بیخ گوشه همین آقایون نفوذ داره از حوزه پیرامونی امنیتی خودش اینقدر غافل باشه؟ من اینجا یک مقدار سوال علامت سوال میذارم روی این مسئله، ولی معتقدم خب پیامدهای این قضیه رو باید در نظر بگیریم، ببینیم که چه اتفاقاتی میتونه بیفته. همون گونه که دیروز هم در یک جمع دوستانه صحبتی رو داشتم، پیشبینی من متاسفانه خوشبختانه درست از آب در اومد که حمایت کامل اروپا و آمریکا رو در مرحله اول شاهد خواهیم بود. دوم، کشورهای عربی به دلیل نگرانی بیش از حد در رابطه با توسعه حوزه جنگ و تنش بین اسرائیل و ایران تلاش خواهند کرد که، حالا خیلی نمیخوایم نقش پیمان ابراهیم رو برجسته کنیم، ولی تلاش خواهند کرد که به جای مذاکره مستقیم با یا دو جانبه با اسرائیل، مسئله رو در چارچوب یک مجموعه همکاری چند جانبه مثل اتحادیه عرب یا شورای همکاری خلیج فارس بتونن حل بکنن، که من امروز دیدم که عراق و مراکش از اتحادیه عرب خواستم که بتونه ورود بکنه به این مسئله. جدای از این دو حالت که اتفاق افتاد، مسئله بعدی در رابطه با نقش سازمان ملل هست. شورای امنیت سازمان ملل در مسئله اسرائیل یا در بحران‌های منطقه‌ای نشون داده که کماکان روی خط صدور قطعنامه یا محکومیت حرکت میکنه. معتقدم کشورهای قدرتمند دنیا به ویژه مثلا روسیه یکی از اونها، به دلیل درگیر شدن در حوزه منافع ملی متضاد با همدیگه که آمریکا و روسیه یا چین به طور مستقیم الان در حوزه منافع ملی با هم اختلاف دارن، به یک وضعیتی رسیدن که در واقع قابلیت تاثیرگذاری روی معادلات منطقه رو ندارن و انتظار میره که شورای امنیت که فکر میکنن موضوع اسرائیل و این تنش رو ورود بهش بکنه، طبیعتاً باید به یک بازوهای جدیدتری در واقع نیاز داشته باشه که بتونه تاثیرگذاری سازمان ملل رو روی اون مسائل داشته باشه. اینها کلیاتی بود از اون تصویری که میشه گفت در این بحران دیده میشه، ولی در مجموع یک نقطه مشترکی بین مسئله اعطای جایزه صلح نوبل به خانم نرگس محمدی و همچنین مسئله حمله حماس وجود داره و اون هم اسم کشور ایران هست. جمهوری اسلامی در هر دو وضعیت نقش مهمی داشته. اینکه این جایزه تعلق بگیره به یک در واقع بانوی از ایران، این نشون میده که آرمان زن زندگی آزادی در واقع اولین دریافت کننده این جایزه هست از نظر من، و این نشون میده که نظام بین الملل حواسش هست و ما باید به همین توجه داشته باشیم. مطلب دوم در رابطه با این اختلاف نظرها، کاملا صحبت دوستان درست بود. متاسفانه نگاه من همینه که نقش اسرائیل در رابطه با تلافی این مسئله به یه شکلی ممکنه امنیت ملی کشور ما رو تحت تاثیر قرار بده. حتی خبری درج شده که اسرائیل اعلام کرده اگر همون اندازه که حماس از جنوب به خاک اسرائیل حمله کرد، اگر از شمال هم حزب الله وارد تنش با اسرائیل بشه، حداقل 4 تا از پالایشگاه‌ها و مراکز تأسیسات نفتی ایران رو اسرائیل نابود خواهد کرد. امیدوارم که این خبر که اصلا یکی از مقامات اسرائیل مطرح شده در حد یک شعار باشه، ولی طبیعتاً خروجی عرایز من در این بخش اینه که مردم آگاه باشن، در داخل کشور بدونن که این حکومت متاسفانه کشور رو وارد فاز خطرناکی کرده و ما تماماً باید تلاش بکنیم که این وضعیت رو به نفع مردم تغییر بدیم و نتیجه اون هم طبیعتاً پررنگ کردن فعالیت‌هایی هستش که منجر به در واقع تغییر این حکومت و رفتنش بشه. عرض من تمام و ببخشید که صحبتم خیلی طولانی شد. متشکرم جناب آقای دکتر روشندل عزیز، خدمت خانم انزاری و جناب حمید آقا هم عرض خیر مقدم دارم. این دو بزرگوار در اداره اتاق کمک میکنن به بنده و انشالله اگر سوالی هم بود در خدمتشون خواهیم بود یا اگر اظهار نظری داشتن. خب آقای دکتر،
دکتر شعله سعدی، برمیگردیم به شما و علاوه بر اون چیزهایی که احتمالاً مد نظرتون هست رو من یه سوالی دارم از محضرتون. شما چقدر تصور میفرمایید که این برنامه حمله حماس تدارک دیده شده از سوی ایران به این منظور باشه که دامنه نزاع و درگیری از داخل کشور به خارج از کشور کشیده بشه تا امکان سرکوب احتمالی برخی از حرکتهایی که به هر حال احتمالش میره که طی یکی دو ماه آینده اتفاق بیفته رو سرکوب بکنه و سرکوبش مقداری توجیه پذیرتر باشه؟ کما اینکه ما در یک سال گذشته های دکتر شعله سعدی شاهد این هستیم که منطقه روی آرامش به خودش دید و این چند ماهی که درگیری های داخل کشور اعتراض های کف خیابون بود، ما هرگز نزاع و درگیری در کشورهای منطقه نظیر عراق، سوریه، لبنان، بحرین و یمن نداشتیم و نشون میده که جنجال آفرین اصلی، ماجراجوی اصلی منطقه کسی نیست جز حاکمان جمهوری اسلامی. تحلیل شما رو بشنویم ممنون میشم. ببینید، از دیروز تا حالا هم همراه نام حماس نام ایران میاد. سخنگوی حماس رسما گفته که ما از طرف ایران حمایت میشیم. عرض کنم که حزب الله لبنان دیروز یک راکت هایی رو به سمت اسرائیل پرتاب کرد و ضمناً اگر یادتون باشه تو روزهای اخیر آقای طباطبایی نماینده خامنه ای در لبنان اعلان کرد که در سال 1982 که بر حال حزب الله اینا شکل گرفتن، حداقل 70 نفر از مجاهدین در خونه ایشون شهادت نامه رو امضا کردن برای جنگ های انتحاری و گفت که این حمله به مقر تفنگداران امریکایی که یه تعداد زیادی، شاید 200 نفر یا بیش از 200 نفر کشته شدن، از جمله تعدادی هم از فرانسوی ها، یه جورایی گفت که این کار ما بوده. نمیشه بگیم این شانسی بوده، در واقع دو تا الان احتمال رو ما باید بدیم. یک این که به این وسعت که اسم ایران داره مطرح میشه و اسرائیلی ها هم گفتن اگر که برای ما ثابت بشه هم جور که شما گفتید به هر حال ایران گوشمالی خواهد شد، میتونه یک زمین سازی برای افکار عمومی باشه که یه جورایی ایران رو وارد جنگ بکنن. حالا ایران اگر وارد جنگ بشه با اسرائیل، شما میدونید که اسرائیل هرگز به تنهایی نمیتونه با ایران وارد جنگ بشه. اسرائیل در جنگ های کوتاه مدت 6 روزه یا 33 روزه یا مثلا 40 روزه تا حالا نشون داده که میتونه حضور داشته باشه، اما خب ایران حداقل یه جنگ 8 ساله رو که رسما اداره کرده و در واقع بقیهش هم همش در جنگ بوده، حالا عمدتا با ملت خودمون البته، ولی بالاخره کارهایی کرده. حالا یک تئوری میتونه این باشه که یه زمین سازی برای یک حمله به ایران به شکل گسترده از طرف اسرائیل و کشورهای دیگه که با اسرائیل قرارداد دفاعی و همکاری دارن مثل امریکا، و یکی هم نه، این نیست، ولی همون جور که شما گفتید خامنه ای داره اخاذی میخواد کنه، داره چنگ و دندان نشون میده به غربی ها که من میتوانم امنیت شما رو به هم بزنم، میتونم مثلا همون کاری که القاعده میکرد یا داعش میکرد
مثلا یک روز در پاریس و یک روز در لندن و در جاهای مختلف انفجار ایجاد کنم. و اگر یادتون باشه اتحادیه اروپا که پارلمانش تصویب کرد با یک رأی سنگین که سپاه رو در لیست سازمان‌های تروریستی ببره، اما اتحادیه اروپا این کار رو نکرد و در واقع اون رو کنار گذاشت. به نظر می رسید که اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدن که بهتره که با جمهوری اسلامی تعامل کنن و این دیگه عملا هم انجام شد. در اوج مثلا انقلاب ملی زن زندگی آزادی به استناد گزارش‌های رسانه‌های خود امریکا از جمله وال استریت جورنال معلوم شد که از همون روزهای اوج قیام ملت ایران نمایندگان امریکا با نمایندگان خامنه‌ای در عمان مذاکره داشتند. بعد نمایندگان این آقا با نمایندگان اروپا در ابوظبی ملاقات و مذاکره داشتند، حتی در نیویورک. خب یعنی این دبل استانداردی رو که غربی ها داشتن، از یه طرف میگفتن ما از انقلاب زن زندگی آزادی حمایت میکنیم و از طرف دیگه همزمان این زدبند ها رو داشتند، این فرصت ها رو به خامنه ای داده. الان هم که دیدید که برای همین چند نفری رو که آزاد کردن 6 میلیارد گرفته. و نهایتا من نظرم این هست که اولا مردم ما آگاه باشند، چه بسا یک جنگ گسترده علیه ایران شکل بگیره و بنابراین دودش تو چشم ملت ما خواهد رفت، یعنی مجتبی خامنه‌ای جنگ نخواهد رفت. نمیدونم بچه های دیگران مقامات جنگ نخواهند رفت. این ملت ایران است که جووناش رو خلاص از دست میده. بنابراین اگر که ملت ایران میبینه که حکومتش داره کشور رو به لب پرتگاه میبره، وظیفه ملی و اخلاقش این هست که خودش با حکومتش برخورد کنه و نذاره که حکومت، ببینید نمونه شو بهتون بگم، خمینی 4 تا موضع‌گیری کرد که نتیجه شد جنگ 8 ساله. چیا بودن؟ یکی این که گفت اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه، یک کشور عضو سازمان ملل. خب 2، مردم و ارتش عراق رو علیه صدام حسین رسما تحریک کرد، رسما. 3، گفت انقلابمون رو میخوایم صادر کنیم، یعنی سیاست جهانی که بر اساس موازنه قدرت شکل گرفته بود رو ایشون میخواست به چالش بکشه. و 4 هم گفت که اشغال سفارت امریکا انقلاب بزرگتر از انقلاب اول بوده و تاییدش کرد. خب معلومه که باید موقعی که شما سیاست جهانی رو اینجوری به چالش میکشی منتظری جنگ هم باشی. جنگ ایران عراق حالا یعنی یه وقتی فرصت شد که اتاقی گذاشته بشه راجع به ماهیت جنگ 8 ساله. بنده معتقدم جنگ 8 ساله جنگ موازنه قدرت جهانی بود. خب حالا یا خمینی عامل بوده و خواسته مملکت رو نابود کنه، یا عامل بوده خودش نمیدانسته. خب و لذا اگر ملت ما همون موقع هم تو دهن خمینی میزد که آقا این حرف چیه، تو به چه مجوزی میگی اشغال سفارت یک کشوری کار خوبیه، به چه مجوزی در امور عراق دخالت میکنی، بیانیه میدی و رسما از عشایر و ملت عراق میخواد که علیه حکومتشون قیام بکنه علیه صدام حسین، به چه مجوزی در دوران جنگ سرد که نظام بین الملل بر اساس موازنه قدرت شکل گرفته و این موازنه در رأس حاکمیت جهانی بین امریکا و شوروی سابق، بین سازمان ناتو و پیمان ورشو، بین اروپای شرقی و اروپای غربی، تا بر آخرین پازل هاش
بین مثلا کره شمالی و جنوبی، بین حتی یمن، دو تا کشور بود اون موقع، یمن شمالی، یمن جنوبی، ایران و عراق. خب تو این رو میخواد به هم بزنی، خب معلومه که باید برخورد میکنن. خب اگر ملت ما به خمینی میگفت آقا این حرفا چیه میزنی، جلوش میگرفت، جنگ رخ نمیداد. لذا الان میخوام بگم که ما در آستانه یه جنگ میتونیم باشیم، نمیخوام حالی کسی رو بترسونم، ولی جنگ های بزرگ با بهانه های کوچک شروع شده، با جرقه های کوچک. این یه هشداریست به مردم عزیز ایران من میخوام بدم. و اینکه راه حل منطقه فلسطین، نمیدونم اسرائیل، کل منطقه این هست که اولا به عدالت برگردن، عدالت یه طرفه نمیشه، و ثانیاً این کشورهای غربی بیان چشمشون رو باز بکنن واقعا و از این سیاست‌های غلط که منافع کاملا زودگذرشون در نظر میگیرن، از این باید عبور کنن و بر اساس یک سازوکار جدیدی به نظرم یک تغییر اساسی در سیاست‌هاشون بدن. اگر این اتفاق بیفته به نظرم هم ناچار هستن از واقعا انقلاب ملی زن زندگی حمایت واقعی بکنن و کسانی که این ظرفیت رو دارن و بر بازگشت ایران به جامعه جهانی بر اساس منطق، بر اساس نرم های بین الملل، برای تأمین منافع ملی و نه ایدئولوژیک، ملی، و اون هم امروز در دوره گلوبالیزیشن منحصرا از طریق همکاری و رقابت امکان پذیره، از طریق جنگ نیست. لذا این دو مخاطب، یکی دولت‌های غربی و یکی ملت ایران، به نظرم اگر هر دو بتوانن این تحلیل دقیق رو به دست بیارن که چه کار باید کرد در شرایط امروز، احتمالاً همه مشکلات منطقه حل خواهد شد. من به نظرم میکروفون رو ببندم، اگر سوالاتی باشه اون وقت در خدمت دوستانم. مرسی. متشکرم آقای دکتر شعله سعدی. من خدمت آقای عبدالسلام سلیمی از فعالان محترم رسانه‌ای ایرانی مقیم خارج از کشور که از کارشناسان جهان عرب هم هستند خیلی ممنونم بابت اینکه تشریف آوردن. خیر مقدم عرض می‌کنم، ان شاءالله از دیدگاه های آقای عبدالسلام سلیمی هم استفاده خواهیم کرد. جناب آقای واحدی، شما رو بشنویم و اگه لطف بفرمایید که چنانچه دامنه جنگ به ایران کشیده بشه چه اتفاقایی رو پیش بینی میکنید، و همون سوالی رو که از آقای دکتر شعله سعدی پرسیدم که چقدر تصور میفرمایید که تمامی این نقشه و آنچه که داره اتفاق میفته کاری، البته خب مشخصه است، من میخوام بگم اینی که اصلا تدارک دیده شده برای اینکه بتوان سرکوبه های داخلی رو بیشتر ساماندهی کرد. در خدمتتون هستم. بله متشکرم. من با آقای شعله سعدی موافق هستم که حتما اسرائیل در جنگ اگر خودش به تنهایی بخواد وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشه موفق نخواهد بود، اما نه به دلایلی که ایشون گفتن. یعنی مقایسه این جنگ با جنگ 8 ساله به نظر من خیلی مقایسه دقیقی نیست، به خاطری که یقینا همراهی مردم با حکومت در این جنگ به هیچ وجه قابل مقایسه با میزان حضور داوطلبانه و فداکارانه مردم در جنگ 8 ساله نخواهد بود. من تردید دارم حتی اگر حمله مستقیم نظامی توسط آمریکا یا اسرائیل بشه بسیاری از مردم حتی کوچکترین مقاومتی نشون بدن، با کمال تأسف اینو دارم میگم، ولی معتقدم که این وضعیت وجود داره. به همون نکته که اول اشاره کردم، جمهوری اسلامی احساس تعلق مردم رو، یعنی احساس تعلق کشور به مردم رو تضعیف کرده، از بین برده. احساس تعلق نظامیان یا ثروت‌هایی که مثلا ثروت‌های غیر مادی کشور رو در مردم کشته، و از طرفی مردم هنوز گیج و گنگ نتایج و هم عوامل و محرک های جنگ قبلی و هم نتایجش هستن. و همجد بعید میدونم، خیلی بعید میدونم که همون که شما الان دارید میبینید بسیار از افرادی که
در جنگ بودن، سرشناس هم هستن، اسیر بودن، جانباز بودن. آقای دانشور، آقای به حضور شما رحیم قمیشی، برید موازه شما ببینید چه جوریه. و نمیدونم آیا مثلا آقای رحیم قمیشی که از سنش گذشته، آیا فرزندان آقای رحیم قمیشی با این چیزایی که پدرش میگه جبهه خواهند رفت، آقای مردم خواهند رفت. یعنی میخوام بگم نگاه من از در مورد نتیجهش یکسانه که بله، اسرائیل به تنهایی نمیتونه بیاد. اگر الان نمیان به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نسبت به اون سال خیلی تفاوت کرده، به هر حال نمیشه انکار کرد که توانمندی های به همون قیمت، به قیمت گرسنه نگه داشتن مردم، به قیمت از بین بردن همه پتانسیل های یک مدیریت خوب و یک حکمرانی خوب، در عرصه نظامی یک پیشرفت هایی کردن که در کارهای ایزایی، نه کارهای سرنوشت ساز، من عرض نمی، در کارهای ایزایی جمهوری اسلامی میتونه موفقیت های داشته باشه که هر کشوری که بخواد آرام باشه، بخواد پیشرفت بکنه، ازش دوری میکنه. نمونهش همین مسئله عربستان، اگر میبینید در مقابل جمهوری اسلامی تا حدودی مدارا میکنه، نه اینکه حالا ضعیف باشن یا ارزش باشه، اونا میخوان کشورشون رو بسازن. کسی که میخواد کشورش بسازه، اگر حتی یه بچه هم رچه لگد بزنه، سعی میکنه بچه رو قانع کنه که لگد نزنه، اگر موفق نشه تو گوش اون بچه میزنه. به هر حال میخوام بگم شرایط اینطور، اما ظاهرا جمهوری اسلامی دوچار یک سری توهماتی هست، و یا این نگاه عادی، نگاهی که من دارم، که اصلا جمهوری اسلامی دنبال از بین بردن ایرانه. دو طرفش برای جمهوری اسلامی یکسانه. اگه جنگی بشه، کل کشور از بین بره، چیزی گردی بر قبای خامنه ای نمیشینه. خامنه ای اصلا به قول این وری کیر نمیکنه، اصلا براش مهم نیست که آیا ایرانی میمونه یا نه. اما به هر حال فعلا بعضی از مصالح حکومت خودشون، اینها هم از ورود به جنگ ابا دارن، کما که میبینید حالا اشاره شد که حزب الله لبنان یک ترقه بازی هایی کرده، ولی علارغم که از ساعت اولیه دیروز حماس رسما از حزب الله درخواست کمک کرده، ما شاهد کمک به معنا نبودیم. مثل که ظاهرا حد اکثر کمک کرده، حسن نصرالله یه توییتی زده بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی مثلا خاصه خیلی هم بچه زنگ بازی در بیاره، همین کرده او چه مسئله پیچیده یه نوشته بسم الله، حتما اجزای پوششه. به نظر من نه، این فقط یک نوع کار تبلیغاتیه. به هر حال من نمیگم دخالت نمیکنه، ولی به نظر من دیروزم من درسه با دوستانشون گفتم، ورود یا عدم ورود حزب الله کاملا برام مشخص میکنه که جمهوری اسلامی اراده ورود به جنگ داره یا نه. اگر حزب الله وارد بشه، دیگه به هیچ وجه جمهوری اسلامی نمیتونه، و وزیر خارجه آمریکا هم نمیتونه خودشو بیشتر از این به خریت بزنه، بگه که ما هنوز سندی برای دخالت ایران نداریم. دیگه وقتی حزب الله وارد شد، حزب الله هیچ کس حزب الله رو یک گروه لبنانی نمیدونه، یک گروه کاملا وابسته به جمهوری اسلامی. ورود یا عدم ورود حزب الله به نظر من تکلیف رو روشن میکنه. در مورد سایر فرمایشات های دکتر شورسدی، من با همه فرمایشاتتون موافقم. حالا اون بخشیش که مربوط به جامعه جهانی که ما دستمون بهشون نمیرسه، که باید عدالت رو برقرار کنن، اما بخش مربوط به ایرانش، ببینید دوستان، بله ما خیلی کارا میتونیم بکنیم و هم به مردم هشدار بدیم، هم اون پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی راه انداخته، متاسفانه بعضا ما هم تحت تاثیر قرار میدیم که جمهوری اسلامی همه دنیا رو در قبضه داره، آمریکا رو کنترل میکنه، روسیه با اروپا به راحتی کنار میاد. حالا اینها میشه پشت پرده هاشو نگاه کرد، میشه نقش ایرانی نامانی که شناسنامه ایرانی دارن و خائن ترین افراد هستن در آمریکا و اروپا و تلاش کردن که این روابط رو در واقع یک نوع اصلاح کنن، روابط جمهوری اسلامی با غرب رو. اما اینو شما کارش نمیتونید بکنید، همونها هم دارن ضربه میخورن، سرنوشت اون اراذل پس فطرتی که خائنینی که به عنوان لابیست جمهوری اسلامی کار کردن دارید میبینید. از اون ور هم الان تمام فشار بر روی دولت بایدن طوری شده که به هیچ وجه اون الگوی سابق نمیتونه ادامه بده. یعنی الان مهمترین ابزاری که رقبای جمهوری خواه بایدن و حتی تعدادی از اعضای حزب خودش در کنگره دارن فشار میارن، این که یکی از عوامل تشجیع و تسلیح و تجهیز حماس برای حمله همین پول 6 میلیارد دلار بوده، و پاسخهای احمقانه آمریکایی دولت مردان آمریکا هم جواب نمیده که آقا ما هنوز پول ندادیم بهشون، یا پول قراره برای دارو و غذا مصرف بشه. من امروز سود لایو هم گفتم و جای دیگه هم گفتم، گفتم ببینید حتی فرض کنیم که اولا ناظر این کار دولت قطره، دولت قطری که همین الان اسماعیل هنیه گردن کلفت مفتخور از تو قطر نشسته داره بابت حملات حماس سجیر شکر جامیره. اولا که ناظرش اونه، ثانیاً مگه نمیشه همین پول رو الان دارو و آمبولانس رو بخرن بدن به حماس، و ثالثاً جمهوری اسلامی وقتی که مطمئن شد یه پولی داره برای 6 میلیارد دلار تو قطر، از پولایی که جای دیگه داره میره خرج میکنه. این خیلی احمقانه از حرف آمریکایی‌ها. این به نظر من حتی اون الگو دیگه تکرار نمیشه. اما کاری که ما میتونیم بکنیم به نظر من، آقای دکتر شورسعدی، آقای روشندل، آقای شمس‌زاده، دوستان عزیز دیگه، یه مقدار رو دروازه رو بذاریم کنار. باید ما به دنیا ثابت کنیم که ما با جمهوری اسلامی یکی نیستیم. دوستان عزیز، وقتی بعضی از افراد تو رودرواسی یا از سر حماقت یا از سر اعتقاد
میان در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرن، عنوان اپوزیسیون دارن ولی در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرن و یک آدمکش پست‌فطرت مثل قاسم سلیمانی رو سردار دلها و سردار عارف براش اسم میذارن، خیلی سخته ما به دنیا بگیم با جمهوری اسلامی فرق داریم. اینا همش نشانه است برای دنیا، یعنی بسیار از دولت‌ها، بسیار از مجامع ملی تردید دارن که اگر با ما هم کنار بیان ما متفاوت از جمهوری اسلامی خواهیم بود. ما اگر زورمون به جمهوری اسلامی نمیرسه، آقای دکتر شورسدی، میتونیم وایسیم هو کنیم کسانی رو که هر روز از قاسم سلیمانی به عنوان جنرال سلیمانی نام میبرن. این کارا رو که میتونیم انجام بدیم. یعنی ما بایستی تلاش بکنیم به دنیا بگیم ببینید مصالحتون با جمهوری اسلامی نتیجش، من خوشبختم این افتخار رو دارم روزی که 6 میلیارد دلار آزاد شد اومدم گفتم دولت آمریکا منتظر باشه که بخش از این پول بره خرج گروهایی بشه که ده ها برابر این تعداد آمریکایی رو گروگان بگیرن. و امروز نماینده اسرائیل در سازمان ملل گفته ده ها آمریکایی در غزه توسط حماس به گروگان گرفته شدن، یعنی به بهانه آزادی 5 نفر 6 میلیارد دلار پول دادن، الان باید برن نمیدونم چقدر خرج کنن تا این ده ها نفر رو آزاد بکنن. خب ببینید این چیزا رو الان دیگه اون کسانی که میگفتن نه ما باید از طریق مصالحه آمیز از طریق صلح آمیز اشکال نداره کار انسانی شده، حالا باید ببینن نتیجه چیه. آمریکایی‌ها به نظر من فهمیدن و اگر خودشون بخوام به نفهمیام بزنن انقدر در اینجا تلنگر و کلنگ و بیل و لگد هست که به هوش بیارتشون. ما خودمون رو باید مثلا اون حل کنیم، یعنی کسانی که در ایران میگفتن آقا اشکال نداره جمهوری اسلامی ولی بحث ایرانه، این پول آزاد چه به نفع ملت ایران، دیدید به نفع ملت ایران هست یا نیست. اونایی که میگفتن سلیمانی سردار ملی، امروز برن ببینن نتیجه شو. و عرض میکنم بعضی از کارها دوستان عزیز نتیجه میشه که اثبات تفاوت ما با سران جمهوری اسلامی خیلی سخت میشه. کسی که دستش به خون 500 هزار نفر آلوده است در سوریه و در دنیا وان تروریست شناخته شده، از نظر من هم یکی از کثیف ترین تروریست ها قاسم سلیمانیه که متاسفانه بعضی از اپوزیسیون با اتوبوسون شرمنده میشن، جبش میگن سردار عارف یا بهش میگن هم جنرال ایرانی، سربایه ملی، سردار ملی. خب اینا رو ما، این تیکش که دستمون، من عزام تموم کنم، این تیکش که دست ماست میتونیم کار انجام بدیم. ببین دوستان عزیز، من اشاره کردم به مسئله روسیه، نکته میخواستم بگم فراموش کردم اونجا. دقیقاً الگوی سوریه داره تکرار میشه، یعنی با هزینه فراوان جمهوری اسلامی مسئله سوریه ورق برگشت، یعنی چیزی که همه فکر میکنن که بشار اسد میره بشار اسد موند، اما نفعش سوریه روسیه برده. در دستاوردهای اقتصادی بازسازی سوریه شما یک سنت جای ایران رو به من نشون بدید و بعد دستاوردهای روسیه و ترکیه هم ببینید. در مسئله حماس و اسرائیل دارم اتفاق میفته، یعنی با هزینه کردن از جیب ملت ایران، با هزینه خریدن برای مردم، این چیز تازه ادامه داره، همونطور که مسئله اوکراین ادامه داره. اگر روزی مجامع بین‌المللی تصمیم بگیرن روسیه رو محکوم کنن به پرداخت خسارت، قطعاً جمهوری اسلامی رو به پرداخت خسارت در اوکراین محکوم خواهند کرد و در مورد اسرائیل هم اتفاق خواهد افتاد. ما اینها رو باید به مردم ایران بگیم. اینطور نیست که ما فقط مثلا لجاجت داشته باشیم مواصله تو فلسطین، نه خیر، اصلا هر کی طرفدار فلسطین هست باشه، ولی بدون فردا بابت بازسازی اسرائیل از جیب ما شما باید رسما پول پرداخت بشه، حتی اگر جمهوری اسلامی نباشه، حتی اگر جمهوری اسلامی سرنگون شده باشه، ایران محکوم خواهد شد برای بازسازی اسرائیل، ایران محکوم خواهد شد بابت پرداخت خسارت به خانواده قربانیان اسرائیلی. از طرفی در بین خانواده‌های معمولی فلسطین یک کینه نسبت به ایران ایجاد می‌شود نسبت به جمهوری اسلامی. این کسانی که دیروز الله اکبر می‌گفتند به خاطر دیدن جنازه لخته خانم، امروز لا اله الا الله می‌گفتند و جیغ می‌زدند و فریاد می‌زدند بابت بمباران‌های غزه. همون‌ها بسیاریشون دوستان عزیز به دشمن ایران تبدیل می‌شن. قدرت تمیز بین ایران و جمهوری اسلامی و مردم ایران رو ندارن. خیلی متشکرم. متشکرم از لطف شما جناب آقای واحدی عزیز. خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای رایان عباس‌زاده، آقای شهابی، جناب آقای آرتا، آقای زکریای عزیز، آقای عرض به خدمت شما که کیخسرو عزیز و آقای رضای عزیز، و انشالله در خدمت آقای مصدق خدمت شما عرض ادب و سلام و احترام دارم. خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر روشندل، صحبتهای شما را هم بشنویم و بعد میریم خدمت سایر دوستان عزیز. بفرمایید. خیلی متشکرم. با استفاده از بیانات خوبی که دوستان داشتن، من در ادامه عرض اولم نکاتی رو در رابطه با مسئله بحرانی که الان در اسرائیل هست، پیرامون اسرائیل وجود داره، اینو مطرح کنم که اخباری داله بر حضور ناوهای، در واقع بزرگترین ناو آمریکا در منطقه دریای احمر یا دریای سرخ وجود داره که این قابل پیش بینی هست و آمریکایی ها اعلام کردن که حمایتشون رو خواهند داشت. میشه در واقع گفتش که اون نقش برون سپاری رو که آمریکا قائل بود که بعضی از کشورها میتونن منافعش رو دنبال کنن،
داره خودش به در واقع مستقیم به دوش میکشه و همون کاری که در رابطه با کنترل اقدامات مخرب ایران در دزدیدن نفکش های خارجی در خلیج فارس انجام میداد یا توقفشون یا به در واقع اونا رو میگرفت، دارن در واقع اون نظم امنیتی رو ایجاد میکنن. مطلب بعدی در رابطه با پیامدهای ادامه این وضعیت هست. حتی اگر تصمیم گیری ها روی توقف حملات باشه و یک آتش بسی هم ایجاد بشه، ولی اون محدوده تنش ها یا اون فضایی که به صورت تهدید وجود داره روی اسرائیل کم نخواهد شد. و من فکر میکنم قدم بعدی حضور نیروهای نظامی از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا در مناطقی از اسرائیل باشه که کنترل مرزهای اسرائیل رو در واقع بر عهده بگیرن، به خاطر اینکه اسرائیل عملا نشون داد که نمیتونه در این حوزه از پس قضایا بر بیاد. مطلب بعدی در رابطه با این هستش که خب آیا تأثیرش نسبت به کشور ما چی هست؟ طبیعتا با ادامه همین وضعیتی که در مطالب اولم عرض کردم، حکومت دیگه به صراحت داره تهدید آفرینی میکنه. من معتقدم تصمیم گیری ها علیه کشور ما اگر دخالت مستقیم داره در این مسائل، نمیتونه فقط محدود به رفتارهایی باشه که بتونه به صورت ابزار نظامی، کما اینکه در مورد کشورهایی مثل عراق اتفاق افتاد، صورت بگیره. به خاطر اینکه ابزارهای جدید ایجاد تهدید در کشورها الان متفاوت شده و من وضعیتی رو که در رابطه با نگاه جدید نسبت به ایران وجود داره، اینه که حوزه های جدیدی از مبارزات یا ایجاد تهدید در کشورها وجود داره که میشه گفت نقش مردم در ایجاد انقلاب یا در سرنگونی این حکومت یکی از مهمترین موضوعاتی هستش که در برخی از اندیشکده های آمریکا و در برخی از محافل در واقع غیر رسمی آمریکا روی طرحهایی که میشه انقلاب رو به پیش برد داره روش کار میشه. چون اطلاع دارم این حرفو میزنم. به همین دلیل من فکر میکنم نکاتی که آقای واحدی هم به خوبی اشاره کردن، ما مسئول در واقع تامین امنیت سایر کشورها نیستیم. ما فقط در مورد کشور خودمون میتونیم الان صحبت کنیم. اون چیزی رو که من برام قابل تصور هست اینه که ضرورت ایجاد یک فضایی که بتونه محوریت بده به موضوع نجات ایران، چه در داخل و چه در خارج کشور، خیلی خیلی مهم هست. درک درستی همه ما اگه از وضعیت تهدیدات آتی داشته باشیم، عبور از این شرایط و رسیدن به یک همدلی و ائتلاف طبیعتاً راحت تر خواهد بود. و من در بیشتر صحبت ها من به همین نکته اشاره میکنم که یکی از بازی های حکومت در رابطه با اپوزیسیون یا هر گروه مخالف داخل و خارج کشور اینه که داخل کشور رو در قضیه خانم مهسا درگیر در موضوعاتی کردن که یک سری افراد بسیار بسیار عوام و نابلد اومدن در فضای نمیدونم حمایت از قومیت ها، بحث اتنیکی، موضوعاتی که اصلا به نظر من مصداق عینی نداره و کشور یک پارچه هست. حکومت با این بازی تونست جریان های داخل رو، اعتراضات رو خاموش بکنه، خیابان ها رو خلوت بکنه که اگر ما بریم کشور تجزیه میشه. این غلط بود و بعضی ها متاسفانه در این دام افتادن. در خارج از کشور هم متاسفانه اشتباهی که بروز کرد این بود که ما یک مقدار فعالین سیاسی ما افتادن تو مسیر ترسیم حکومت آینده، شکل حکومت آینده یا ترکیب مجلس مؤسسان یا محتوای قانون اساسی. اونم به نظر من با اینکه مهم بود ولی در اولویت نبود. و کمی هم تعادل اپوزیسیون، تعادل فکری گروه‌های سیاسی به سمت فردگرایی غلطید و اون هم دیدید که نتونست بازده خوبی داشته باشه. من معتقدم که گروه هایی که میخوان شکل بگیرن طبیعتاً یا شخصیت های سیاسی که دارن مطالبی رو در این اتاق عرض میکنم، اگر با نقطه نظر سیاسی من که البته من هیچ آدم فراحزبی هستم مخالفم باشن، ولی این لطف رو حداقل خواستارش هستم که نسبت به بنده داشته باشن که موضوع اصلی رو، محور اصلی رو برای نجات ایران بذارن و حتما ما بتونیم در کنار هم باشیم. چون این وضعیت نشون میده که تهدیدات در واقع روی ایران
به مدت طولانی خواهد بود تا زمانی که این اختلافات در منطقه هست. خب ما چند تا بحران بالقوه و بالفعل داریم که تقریبا بحران‌های بالفعل منطقه ما، یکیش منطقه شرق ایران هست، طالبان هست، یکی منطقه شمال ایران، آذربایجان و ارمنستان هست که این سیر تنش‌ها ادامه دار خواهد بود. یکی هم موضوع هستش که دیروز حماس با نادانی خودش رقم زد و ما باید خیلی حواسمون نسبت به مسائلی که میگذره جمع باشه. خیلی متشکرم و اگر سوالی بود در خدمت هستم. ممنونم از لطفتون جناب آقای دکتر روشندل. آقای واحدی مسی که در مایک زدید. ببینید، من هم در لایو که بودم یه سری از افراد سوال کردن، همینجا دیدم سوال میکنم، خیلی عجیبه برای من. نگاه میکنم به جنگ که دیروز اتفاق افتاده، میگن این جنگ از ماها قبل برنامه ریزی شده، ولی نمیگن که این 6 میلیارد هم از ماها قبل برنامه ریزی شده. آقای دکتر چهلسعدی اشاره کردن سال گذشته که ظاهرا دولت آمریکا داشت با مردم ایران اظهار همدردی میکرد، همون موقع مذاکرات آزادسازی پول ها با ایران در جریان بود، یعنی جمهوری اسلامی از قبل آمادگی داشته. این چه تحلیل ساده انگارانه که میگه آقا این پول تازه آزاد شده، چه ربطی داره؟ دقیقا همین حرفی که مقامات آمریکایی میزنن. علی واعظ باید اینو بگه، برای اینکه گندش در اومده، علی واعظ باید جوابگو باشه به خاطر این نقشی که در این خیانت داشته. طبیعی باید به دفاع کنه و توضیح بده که این پول تازه آزاد شده، ولی از افراد دیگه چه توقع اینطوری نیست. این پول از ماها قبل جمهوری اسلامی از آزاد شدنش اطمینان داشته، تضمین های لازم رو گرفته بوده، طبیعتا یک سری ظاهرسازی، یک سری تشریفات داره. اینکه ما یه سری میگن آقا این پول تازه آزاد شده، از پول آخر تازه آزاد نشده، این پول از مدت ها قبل، از ماها قبل جمهوری اسلامی از آزاد شدنش اطمینان داشته. دوستان عزیز، اصلا بردن موضوع، من توضیح دادم، بردن موضوع به قطر، شما ببینید در تمام مذاکرات قبلی جمهوری اسلامی با آمریکا عمان واسطه بود. چرا اینجا قطر واسطه شد؟ قطری که اسپانسر اصلی حماسه، قطری که همین الان سران حماس اونجا هستن. روی این هم لطفا فکر کنید. خیلی متشکرم. بسیار سپاسگزارم جناب آقای واحدی. خب ایشالله خدمت جناب آقای عبدالسلام سلیمی و آقای رایان عباس صدای مصدق خواهیم رسید. الان از دوستان غیر مدراتور اگر سوالی دارن برسیم خدمتشون. جناب آقای شهابی، شما اگر سوالی یا مطلبی دارید بفرمایید. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر شمس. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که روی استیج هستن. من توی یک مسئله با جناب آقای واحدی مخالفم و نقد دارم، نمیدونم حالا چقدر درست بگم، ولی ایشون فرمودند که آمریکا احتمالا فهمیده که اشتباه کرده، در صورت که دیروز وزیر خارجه آمریکا در یک اظهار نظر عجیب اعلام کرد، حالا نمیدونم دیروز بود یا امروز، که ما استدلالی پیدا نکردیم برای اینکه ایران رو نقش بدیم یا ایران نقشی داشته باشه در حمله حماس. آیا این مسئله و این اظهار نظر در دفاع از عملکرد خودشون هست یا چه تحلیلی می شود برای این اظهار نظر ارائه داد؟ نمیدونم، ولی مشخصه که نمیخوان بفهمن. این نکته اول. نکته دوم این که برخلاف حالا تحلیل هایی که می شود و خیلی از نکاتی که آقای واحدی فرمودن به نظرم خیلی دقیقه، ولی آیا اپوزیسیون نمیتونه از این فضای رسانه‌ای که ایجاد شده بر علیه حماس، بر علیه جمهوری اسلامی استفاده کنه و این آیا یک فرصت برای اپوزیسیون خارج از کشور برای اینکه ارتباطات خودش رو قوی کنه، استدلال‌های خودش رو بر علیه جمهوری اسلامی تثبیت کنه؟ آیا این آیا به عنوان یک فرصت نمی‌شود بهش نگاه کرد؟ من خیلی ممنونم بازم از شما بابت فرصتی که دادید. فعلا زیاده‌گویی نمی‌کنم و در همین حد بسنده می‌کنم. متشکرم. بفرمایید جناب آقای واحد. من متوجه نمیشم، یعنی ما به وظیفه فکر کنیم که مثلا آقای بلینکن برادرزاده یوسف صدیق وقتی حرف میزنه خودش بهش اعتقاد داره، خب معلوم از امریکا خودش باید دفاع بکنه. الان نه اینکه به خاطر حق و حقیقت جویی فهمیدن، فشارهایی که رقباشون داره بهشون میاره مجبورشون کرد که اگر هم میفهمیدن و تجاهل میکردن الان فهمشون رو اعلام بکنن. ما
مطمئن باشید. خب این که نهایت وقاحت، یعنی این نشون لجبازی که طرف در حالی که سخنگوی حماس میگه ما از جمهوری اسلامی هم موشک گرفتیم و هم پول، بیا دولت آمریکا بگه که ما سند نداریم. خب این مشخصه برای این که کار خودشون توجیه بکنن، وگرنه هیچ دلیلی بر صحت این ادعا یا حتی باور بلینکن به حرفی که میزنه من ندارم. شما اگه دارید خود دانید. خیلی متشکرم. خب متشکرم جناب آقای واحدی. آقای آرتا شما را هم بشنویم اگر سوالی یا مطلبی دارید. جناب آرتا، جناب آقای آرتا. خب آقای آرتا احتمالاً مایک ندارن. بله ببخشید. بله بفرمایید. گیر داشتم یه پروگرام دیگه. ببینید در واقع دوستان عزیز، به هر حال سرنوشت رو میشه انسان ها رقم بزنن، همونطور که روزانه در روزای روزمرهشون موفق میشن، پس میشه سرنوشت رو درست کرد هر روز موفقیت آمیز، منتهی نظم برنامه داره. به هر حال این اتفاقی که رخ داره میده بخش اعظمش از طرف هم حزب الله شیعه تروریسته که در ایران پایگاه پیدا کرده. ما اگر باور کنیم دوستان ما که حقوقدان هستن و میدونن که تو این کشور حکومت قانون نیست و میدونن 115 سال پیش ما برای عدالت خانه سراسر ایران جمع شدن تو تهران مجلس گرفتن عدالت خانه درست شد، پس ما 115 سال پیش تجربه داریم که امروز عدالت خانه نداریم، باید به دست بیاریم، منتظر جنگیم که عدالت خانه بره ما بسازه. خب این ضعف آگاهیه، این ضعف به هر حال از اون جایی که ما خودمون باور نداریم که این مردم، این شهروندان 115 سال پیش تا فاجعه 57 کشور رو اداره کردن. خب سال 1979 ایران یکی از کشورهایی بود تو خاورمیانه کولر، یخچال، اتومبیل صادر میکرد. بعد از 60 سال، یعنی ما میتونیم باورمند بشیم این مردم انسانهای شریفی هستند، خلاقیت دارن، فضا باشه فضای موفقیت آمیزیه، منتها امروز یک ناآگاهی وجود داره، یک خودسانسوری شده فرهنگ و این کار جناب سلطان‌شاهدی آقای روشندل دوستان گرامی که این مسئله فرهنگ علوم سیاسی رو میدونن، خب باید به جامعه انتقال بدن. ما هیچ راهی نداریم که فردا تمام کارمندان دولت اعتصاب کنه. چرا؟ توی کشور حکومت قانون نیست، این خواست تمام شهروندان کشوره. یعنی اگر به باور نرسیدیم ناآگاهیم و از همه مهمتر خوبه سریع آگاه بشیم، چون که هیچ راهی نداره. مطالبات ما ساختاریه و قدرت مکانیسم هماهنگه. اگر باور داریم به آرتیفیسیل، اگر باور داریم به جهان انفورماتیک، دیگه لازم نیست برای هر کسی توضیح بده. هر کسی میتونه حقوق بشر سرچ بکنه، تمام کشورها حقوق بشرش رو بخونه، میبینه یکیش کوتاه‌ترین 8 خطه، 3 دقیقه وقت میبره، از حقوق بشر این آقا آگاه شده. پس میتونیم فردا سرنوشتی خودمون رو به دست بگیریم در زمانی که به اون اپلیکیشن باور داشته باشیم که حقوق بشر برای تمام شهروندانه، حکومت قانون برای تمام شهروندانه، تازه وظیفه همه شهروندانه، حالا چه برسه حقوقدان باشه، جامعه شناس باشه، اقتصاددان باشه، او وظیفهش بیشتره، بلکه باید پرچمدار باشه، چون که نیست. پس این باور رو ما باید پیدا بکنیم که دوستان عزیز ما در یک مرحله از تاریخ، بله 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 عذر میخوام، ما در یک مرحله از تاریخ قرار گرفتیم که اگر بگیم بهانه است، اگر بگیم مشکلات اجتماعی ماست و از همه مهمتر اگر باور کنیم این مطالبات شهروندان کشوره، پس این مطالبات میتونه پیروز بشه به دلیل که همه انگیزه دارن. پس میتونیم باور با من باشیم فردا کشورمون به دست شهروندان میفته آگاهانه، به محض که بدونیم که این قانونیه و از همین قانونیه که فردا اداره کشورم
انجام میده. به هر حال دوستان، زمان خطرناکیه، مطالبات ما قدرت ماست. رو کدوم ساختار تمرکز میکنیم؟ بنده پیشنهاد میکنم آقای شله‌زهدی، آقای دوستان گرامی که دیگه علوم سیاسی رو به خوبی آگاه هستن، برای حکومت قانون تلاش بکنن. به 7 میلیون جمعیت کشور رو در بر میگیره. به هر حال یه فراخوان لازمه. سپاسگزارم، پایدار باشه. ممنونم از لطف شما. آقای دکتر شله‌زهدی، سوال از شما بود، در خدمتتون هست. خب ببینید، ما در چارچوب همین وظیفه ملی و اخلاقی و حتی دینی و حتی قانونی داریم کار میکنیم. همین الان در خدمت شما هستیم. برای چی هست؟ یه تحلیل سیاسی ارائه دادیم، اینکه وضع مملکت در حال خطر هست. بارها و بارها در برنامه‌های مختلف تلویزیونی و لایو اینستاگرامی و غیره بنده اثبات کردم که این جمهوری اسلامی از بیخوبون غیرقانونی است حالا دیگه، و مردم ما نه تنها حق دارن اون رو ساقط کنن، بلکه وظیفه هم دارن که این کار رو بکنن، و آنچه که از عهده ما ساخته بوده داریم انجام میدیم انصافا. و البته حق هست که باز هم ما راضی به این هم نباشیم و داریم واقعا وظایفمون رو در حد تواناییمون انجام میدیم. امیدوار هستیم که مردم هم ببینید، شما فرض کنید که ما الان 100 تا کاوه آهنگر داشته باشیم، ولی مردم اگر حمایت نکنن اون 100 نفر هیچ کاری نمیتونن کنن. امیدوار هستیم مردم ما هم مسئولیت ملی خودشون رو هم تشخیص بدن، هم به موقع ایفا بکنن، چون یه وقت هم هست تشخیص میدن اما اقدام نمی کنن، بعدن همیشه حسرت میخورن. قهرمانانی ما داریم که ناموفق بودن مثل دکتر مصدق و امثال اینها، حالا هی اونها رو تمجید میکنیم، اما چه فایده داره؟ ما اگر که یک روز میومدیم به کمکشون و مثلا کودتا رو خونسا میکردیم، شاید عمرن ملت پیروز میشدن. به هر حال یه بخشش جز وظایف مردم هست که اون دست مبارک مردم رو میبوسه، یه بخشی از کار هم به عهده افرادی مثل ما هست که ما هم تلاش میکنیم که وظایفمون رو انجام بدیم. و از تذکری هم که دادن من سپاسگزارم. بعد بیشتر ما توجه خواهیم کرد، بیشتر تلاش خواهیم کرد و امیدوار هستیم که کار به نتیجه برسه. عذرخواهی میکنم اگه طولانی شد پاسخ من. بسیار عالی جناب آقای دکتر شله‌زهدی. من عرض کردم دوستان عزیز، انشالله قطعا تلاشمون بر این است که حداقل هفته یه بار با همین جمعی که اسمشون ذکر شده به امید خدا جلسه ای داشته باشیم به صورت کلاب هاوس پیرامون مسائل مهم جاری بین المللی و داخلی. حتما انشالله این جلسه برگزار خواهد شد. آقای عبدالسلام سلیمی، خیلی ممنونم از حضورتون. شما از کارشناس های جهان عرب هستید و حتما به این مسئله اشراف دارید، اگر و یکی از فعالان رسانه‌ای ایرانی مقیم خارج از کشور. بشنویم تحلیل شما را. آقای سلیم، آقای سلیمی تشریف دارید؟ آقای عبدالسلام سلیمی، آقای سلیمی به مایک دسترسی ندارن. خب رایان عباس‌زاده عزیز رو میشنویم. شما هم تحلیلی داشتید در این زمینه، بالا تحلیلتون هست، دوستان میتونن ببینن. بشنویم شما رو جناب آقای عباس‌زاده عزیز. درود عرض ادب دارم خدمت همه گرانمایگان و مخاطبان عزیز. خب بزرگواران دیگه نشستن، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران برجسته، جناب آقای مشتبه واحدی عزیز، جناب آقای روشندل، جناب آقای قاسم شله‌زهدی عزیز، همه جان، جناب مصدق، شهابی، آرتا، زکریا و کی بزرگوار و دیگران و محشید خانم. به من نکاتی خیلی بیشتری نمیخوام بگم، کمی متفاوت تر نگاهم. همون جوری که من در اون ویدئویی که ضبط کردم خارج از هیته تلویزیونی، البته نگاه مستقل تر خودم هست که این امکانو داشتم، هم امیدوارم هم یک زمینه بزرگی میبینم که نهایتاً این سر مار در منطقه بایستی زده بشه و این پشتیبانی های آشکار و حمایت های علنی و
فقط نه در حد نماد و سمبل شربت و شیرینی پخش کردن، نه، اون که جامعه ایرانی وارد این وادی نمیشه. بخشی از جامعه ایرانی در زمین فوتبال دیدیم که خطاب به پرچم حالا اون کشور، اون سرزمین مورد مناقشه با چه ادبیاتی صحبت میکرد و نگاهشون کاملا متفاوت از نگاه حاکمیت. اون تعدادی هم که شربت و شیرینی میدن، اولا اینکه مستحضر بشن که در خود آیین اسلام گویا اشاره تأکیدی شده که پیامبر در یکی از جنگهاش که خیلی ها به تعبیری از دشمن رو کشته شد کشتند، بسیاری از تازه مسلمین که به پیامبر اومده بودن شادی کردن و پیامبر گفت در مرگ دشمنان هم به شادی ننشینید. این اساسا با آیین ایرانی و همینطور با آموزه های اسلامی حسب آموزش هایی که تا کنون به گوش ما خورده من هستش. نکته قابل توجهی که اینجا بوده و من دوست دارم هموطنان توجه کردن، اتفاقا نوعی تبارشناسی، نوعی سنخ شناسی جریان های توحشی، جریان های برآمده از جنین های ایدئولوژیکه میخواد که پدر سالارشون جمهوری اسلامی بوده، رفتارهایی که گروه تروریستی حماس در اون نقطه صورت میداد، اسیر کشی و اسیر کشی و زنازاری و کودک آزاری که می کردند، تماما یادآور صحنه های خوف و وحشت 57 بود. گروهی تبهکار و طالبانی و شورشی و داعشی که بنیانگذار داعشیان عصر مدرن بودن همین کارا رو می کردند. به مراکز، حالا مراکزی که خاص‌تر بوده، خانومی بوده، جمعی بودن، مشروبی می خوردن، همون چیزی که الان همه جای دنیا بابه. دیدیم زنها رو به خیابان میکشاندن، اسیر کشی میکردن، اسیر کشی میکردن. این همتبارگی نکته ایست که تأمل و بازندیشی بیشتری رو میطلبه. از چه منظر؟ از این منظر این که ظرفیت اساسی و جنین این فساد از جمهوری اسلامیه. من شخصا این رو در مسیر یک تله بزرگ میبینم که جمهوری اسلامی میبایستی تاوان یا تحمیل هدفمند یک تاوان از سوی جامعه جهانی به این نکات توجه نکنید که بایدن چه گفت و این حرفا نیست. اتفاقا در حوزه برجام هم بخوایم بررسی کنیم، شما روی کرده روبه شتابی رو در ایالات متحده نمیبینید. اتفاقا امیر عبداللهیان و تیم جمهوری اسلامی که این همه نقش میزند در جهت رضایشان، اونها کم توجهی دارند. و آقای ماتیو میلر به دفعات میگه که اصلا فعلا اولویت اول ما نیست مثلا برجام، حالا منهای فاکتور 6 میلیارد. مجموعه پارامترها زمان و زمانه رو به نقطه‌ای داره هدایت میکنه که یعنی من چالش مشروعیت عظیم در داخل ایران رو مد نظر دارم، هم بحران مشروعیت جمهوری اسلامی در سطح جهانی رو، هم پارامترها و مشارکت و مداخلات بی ثبات ساز منطقه ای رو، هم اساسا فتنه نامیمونی که در منطقه باب شده. و خیلی شفاف و سریع بگم، تا جمهوری اسلامی امها نشه، انحال نشه، انحلال پیدا نکنه، بسیار بعید میبینم که منطقه روز خوش ببینه. این صحنه ها هم برای ملت ایران صحنه های آشناست، برای ملت ایران صحنه های خیلی دور و دوری نیست، قطعا برای ملت عراق هم همینطور، صحنه هایی که داعشیان اومده بودن، افغانستانی هم که طبیعتا همینطور. اینا پدر سالارشون جمهوری اسلامیه، حمایت هاشون آشکاره، نشانه های حمایت و پشتیبانی لوجستیک هم وجود داره. ما از حمایت های چمدانی 400 میلیونی رو داشتیم تا ارادت های آنچنانی آقای اسماعیل هنیه دوحه نشین رو با خود آیت الله خامنه‌ای. مجموعه این و همین اظهارات آقای خامنه‌ای که صراحتا بیان میکنه که ما چنین کمک هایی میکنیم، تفاوتی بین شیعه و سنی نیست، اگر به حزب الله لبنان که شیعه هستن کمک میکنیم، به حماس که غیر شیعه هستن هم کمک میکنیم، به شافعی و حنبلی و مسائلی از این دست توجه نمیکنیم، تمام قد میگه پشت این جریانات خواهیم ایستاد. اتفاقا لحن بیانشم خیلی شبیه اون لحن بیانی بود که گفت من میگم ممنوع واکسن، از این تیپ فرامین آمرانه بوده. و اینها باید بایستی پاسخ بده و امیدوارم که نظام جهانی در این رابطه مشخص از اینکه جمعی جوان در یک جشنواره صلح صحنه دنسی داشتند و اسیر یک گروه تبهکار و شبیخون شورشیان و تبهکاران شدن، قطعا بایستی پاسخ خوب باشن که میگم سر مار در منطقه خواهد زده شد. امیدوارم است. پایان کلام سپاس. ببخشید کمی لحن کلام من یک تون مزاجی داشته به خاطر حجم فوتیج ها و تصاویری بوده که بمباران شده. خب ما انسان
و به هر صورت ارزش‌های انسانی در عرصه عالم ارزش‌های یکسان است. متشکرم جناب آقای رایان عباس‌زاده عزیز، خدمت سرکار خانم مشید عربم عرض سلام و ادب دارم. من فقط دوستان به عنوان یک خبر قطعی خدمتتون عرض بکنم، چون من این رو از مسئولان دفتر سید علی خامنه ای در سوریه شنیدم، باشون آشنا بودم، آشنایی سابقی داشتم در حدود سال 2010 تا 2011 قبل از بهار عربی که در اونجا بودم. به هر حال وقتی می رفتیم طرف حرم حضرت زینب بزن می دیدیم اون افراد رو، و اتفاقا منزل من هم و اون محل سکونتم در دمشق دقیقا محله مزه بود، محله ای که خالد مشعل و عرض به خدمت شما اسماعیل هنیه زندگی میکردن. من اینو خدمتتون عرض میکنم، چه در اونجا چه برخی از گروه های اهل سنتی که تو ترکیه یا جاهای دیگه زندگی میکنن، اینا شیعه شدن و دارن تقیه میکنن. هم خالد مشعل شیعه شده، هم اسماعیل هنیه شیعه شده و تقیه میکنن و بر اساس دستوری که بهشون از طرف مقامات بالا داده شده دارن نقش بازی میکنن. اینم گفتم خدمتتون بگم که دوستان در جریان باشن که رهبران حماس و اونایی که عامل دست جمهوری اسلامیان با بدنه حماس متفاوتن. متشکرم از لطف شما. بله بله، آقای واحدی یا دوستان دیگه هم اگر من خواستم نکته بگم، بله آقای واحدی رو میشتم این، بعد من نظرم میگم. بله بله، بسیار همانی، بفرمایید جناب. خیلی ممنون از تحلیل دوستمون. اولا اگر کسی طلبکار باشه از فلسطینی ها و از حماس، ملت ایرانه که اراذل این گروه ها کنار صدام ایستادن و بچه های ایرانی رو کشتن. یعنی اگر قرار باشه در کفه ترازو بزنیم ببینیم کی طلبکاره کی بدهکار، حتما اونا بدهکار میشن. این یک. دوم، خودتون دارید اشاره میکنید که گروه حماس داخلش اختلاف نظر وجود داره. چطور اختلاف نظر داخل خودتون اشکال نداره، اما اگه ما ملت باشیم اختلاف نظر داشتیم ترسیم مثلا جهان عرب از دست بدیم. کی گفت الان حماس الگوی جهان عربه؟ من به شما عرض میکنم ممکنه دفعات قبل جنگای محدود چند روز انجام میشد، حماس میتونست ادعای قهرمانی بکنه با پول ملت ایران و محبوبیت بره بالا. این بار چون اسرائیل تصمیم گرفت، نمیگم کار درستی میکنه ها، اصلا بحث این نیست، دارم رو زمین رو واقعیت رو میگم، اسرائیل چون تصمیم گرفت شخ بزنه و میبینیم، من امروز خدا شاهد وقتی اون صحنه رو میدیدم که مردم الله اله الا الله، همون بسیارشون یقین دارم همون مردمی که دیروز الله اکبر گفتن شاهد بودن، امروز لا اله الا الله میگفتن و پناه به خدا میبردن، دلم سوخت. ولی این بار دفعه قبل نیست که با این جنگ حماس محبوبیتش بره بالا. اما دوست عزیز، به فرض که این باشه، اگر اصلا شما مسئله مگه نمیگید انسانی، یقین دارم هر مسلمانی در جهان اسلام صحنه های دیروز ببینه توف تو روی حماس میندازه. شما اسرائیل هر کاری میکنه لاقل افتخار بهش نمیکنه، مثل با رسانه های احمق جمهوری اسلامی جهانی نمیکنن که کثافت کاریشونو. شما صحنه ها رو دیروز دیدید؟ کسی بله من قبول دارم بسیار از مردم از لج جمهوری اسلامی میگن اسرائیل خوبه، در شرایط اگر جمهوری اسلامی نبود من یقین دارم بسیار از مردم ایران نسبت به اسرائیل بی تفاوت بودن یا شاید خیلیشون هم مخالف بودن. اما جمهوری اسلامی بلایی به سر مردم آورده که مردم به خدا هم فحش میدن اسرائیل که جای خود داره. هر کی به خدا فحش بده مردم محبوب میشه. شما میگی چرا مردم از اسرائیل دفاع میکنن؟ کثافت کاری که اولا دیروز در مورد در خود فلسطین کردن، در اسرائیل کردن، سابقهشون در جنگ با ایران، و بعدم مردم حق دارن، مردم این از شکم اینا داره گرفته میشه، میریدن تو حلقوم حماس، حال گور پدر عرب ها، دنیای عرب که ناراحت میشه از دست ملت ایران. مردم اگه میتونن تحمل کنن، ببینید یه میگم خود شما دارید میگید اختلاف دارن داخلشون، و اگر اختلاف دارن اختلاف بر سر چیه؟ بر سر اینکه مثلا نماز اول وقت نخوندن یا به خاطر همین کاراست. شما خالد مشعل مهمترین شخصیت اصلا نظریه پرداز اینها بوده، الان کجاست خالد مشعل؟ خالد مشعل رهبر چهارم حماس بوده عزیز من، میگم در زمانی که هرنتیسی آقا نظریه پرداز احمد یاسین امین شیخ امین الحسینی گردانر القسام اصلا مال سابقش خیلی بیشتر از حماسه، شما اطلاعات اشتباه ندید. بعدم بنده نگفتم کار حماس درست، اصلا دفاع نکردم. بله ببین افکار عمومی ایران
این حماس این اقدامات اشتباه بوده، نمیدونم به زمین کشیدن اسرا و زنان اینا، من کاملا محکوم میکنم، اصلا هیچ دفاعی نکردم. من گفت افکار عمومی عرب چی داری میگه؟ حالا شما میگی افکار عمومی عرب، شما نمنده افکار عرب، من دفاع اگه اجازه بدید من خدمت شما بگم. آقا یاد بگیرید وسط حرف نگید، آقا یاد بگیرید وسط حرف کسی نگید. شما این همه حرف زدید، من سکوت کردم، حالا تحمل کنید بعد میتونید حرف بزنید. بفرمایید. اولا اینکه شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس و القسام بوده هیچ منافاتی با نظریه پردازی خالد مشعل نداره. همچنان من دارم میگم در یک دوره‌ای که اسماعیل هنیه هیچ چیز آدم قابل توجهی در حماس نبود، خالد مشعل نظریه پرداز حماس بود. بنده اطلاعاتم از شما از حماس است. اسماعیل هنیه حداکثر امام جماعت بود تو حماس، که اومد بالاشو نخست بعدش نخست وزیر منتخب محمود عباس و جلوی محمود عباس ایستاد شد. هنی قبل از اون خالد مشعل، یعنی شما ملاقات هایی که قبلا داشتن برید ببینید، اوائل رهبری خامنه ای وقتی میمدن ایران ببینید خالد مشعل بالا میشست در حضور خامنه ای و بعد اسماعیل هنیه میشست، یعنی بروتوهش هم در حتی ملاقات با خامنه ای در این جهت بود. اگر نردید برید تو اینا رو ببینید. اصلا من بحثم این نیست، من میگم شما چه خیلی جالبه بعضی همین میشه حالا خالد حماس یک اشتباهات هم کرد. آقا این اشتباه نیست، جنایته، اینا کثافتکاریه. و اگر کل جهان عرب شما یک ماه پیش تصاویر یک ماه پیش فلسطین رو مرور بفرمایید، ببینید سربازان اسرائیلی با پوتین میان تو سینه زنان فلسطینی یا خیر. اسرائیل هم جنایت کرده، اپوزیسیون ایران چرا اون موقع واکنشش نداد؟ چرا بولد نکرد؟ چرا رسانه های فارسی؟ آقا شما دلت میخواد رسانه های خاصه ببینید؟ بنده در تلویزیون صدای آمریکا اسرائیل محکوم کردم، شما دلت میخواد رسانه خاصه ببینید؟ منم نگفتم شخص شما، که گفتم که موضع عام اپوزیسیون ایران اینجوریه. موضع عام اپوزیسیون شما از کجا پیدا کردی؟ این وسط ما دفاع از اسرائیل نبودیم، ولی محکوم بودیم، ولی نگیم که اسرائیل با اینا رو به دریا بریزه. خب آقای شمس جان، غزه رو با خاک یکسان کنید. آقای شمس، من برای شما پول حواله میکنم، یه میکروفون برای این آقا بخرید، یک ساعت برای خودی صحبت کنم، بعد اگه نوبت من شما صحبت میکنم. نه خواهش میکنم آقای سلیمی، اجازه بفرمایید دوستان. آقای وایدی، من دوست شما هم، من سالهای سال شما رو دوست داشتم، با هم همکار بودیم در خیلی موارد. میخوای براتون لینک بفرستم؟ این حرفا چیه؟ من جزئی از شما بودم. آقای سلیمی اجازه بدید. این حرفا چیه؟ چرا با مخالف اینجوری رفتار میکنید آقای واحدی عزیز؟ آیه سلیمی چشم، میکروفون به شما هم خواهیم داد. چشم، اجازه بفرمایید آقای واحدی، عذر میخوام، در خدمتم. ببین، من نه سخنگوی اپوزیسیون ایران هستم، نه از همه کارشون دفاع میکنم، اما در این مقطع شما اون کسایی که تو ورزشگاه وایسادن به پرچم فوش، من اونم تحت تاثیر اپوزیسیون حرفا زدن، شما برید ریشه‌شو پیدا کنید. رفتاری که فلسطین، میگم از زمان جنگ رفتاری که فلسطینا کردن و امروز مردم ایران، این احساس درست یا غلط، این احساسو دارن که هزینه درشتگویی ها گنده نمایی های حماس رو داره از جیب اینا میره، به همین جد دشمن شدن باش، اصلا رفتی به اسرائیل نداره. و اگر بعضی از اسرائیل دفاع میکنن، بغض همون که خود شما گفتید، بغض با حماسه، حماسی که خودتون میگید اون اختلاف نظر دارن. و تازه آقای رازی عزیز، آقای سلیمی عزیز، اگر تمام دنیای عرب هم از حماس دفاع کنن، بنده میگم غلط کردن. از نظر من وقتی ببینید اگر کسی وایس از این رفتار حماس دفاع بکنه، بنده میگم مگر همه جا اکثریت ملاکه؟ اصلا کی گفت اکثریت ملاکه؟ بنده میتونم، بله من نمیتونم نظرم به کسی تحمیل کنم، اما کسی تمام دنیا هم جمعشن نظرش نمیتونم من تحمیل کنم. بنده خدمت شما عرض میکنم، اگر قرار جهان عرب هم مثل شما بگن خب حماس هم اشتباهاتی کرده است، خب خیلی بی انصافیه. اینا اسمش اشتباه نیست عزیز من. شما را اگه تیکه تیکت بکنن آقای سلیمی عزیز، یک دونه از حرکاتی دیروز انجام نمیدی. اینا مبناست، اینا پرنسیپه، اینا تربیت خانوادگیه، اینا اعتقاده. این نمیشه در یه لحظه احساسی به شما حرکات بکنه، همونطوری که اون سرباز اسرائیلی که این کارو میکنه. مگه من گفتم اصلا دفاع کردم؟ ولی کاری که دیروز انجام شد اینا یک اتفاق نیست دوست عزیز. بله اگه کسی شما گله جلوش بگیری، ما یه خلبانی داشتیم زمان جنگ، از دوستان من بود، یه نواری ازش آوردن که پشت رادار داره فوش خواهر مادر میده، فقط همین تیکر همونجا پخش میکردن. اومد نشست گفتش که آقا برید ببینید. بنده داشتم گفتم آقا سوخت من داره تمام میشه، به من اجازه بدید به جای فلان پایگاه در فلان پایگاه بشکنم. هیچ کس جواب نمیداد. گفت هی من سلام رفت بالا رفت بالا رفت بالا تا آخرش به فوش خواهر مادر. گفت همشو نادیده گرفتن، فقط فوش خواهر مادر رو دیدن.
دوست عزیز برید ببین چه اتفاقاتی افتاده. بله منم قبول میکنم. ببین یه چیزایی مبناست، اگر شما رو تیکه تیکم بله میگم در این شرط اضطراری فوشم ممکنه بدی، اما اینکه شما در حالت پیروزی به خیال خود پیروز شدی این حرکاتو بکنی، این پرنسیپ برادر من، این اشتباه نیست و کسی که پرنسیپش اینه قابل دفاع نیست. خیلی متشکرم. این ببخشید احمد آقا، من میتونم بگم آقای وایدی عزیز، سید بزرگوار، من دوست شما، شما رو دوست دارم، بارا با هم صحبت کردیم، میتونم دوستان مشترک رو ببینم. ببینید این میگه پرنسیبه، خب اگر پرنسیب بود، خب شما حماس یک جنبشه، یک طیفه، یک گفتمانه، الان یک حزب، یک کالت نیست، یک فرقه نیست که شما بگید حماس حماس. من عرض کردم خدمت شما آقای وایدی عزیز، دوستان بزرگوار، حماس در جریان ماجرای سوریه هزینه داد، بیرون کشید، با جمهوری اسلامی مقابله کرد، زیاد زیان دید. در این ماجرای جنبش مهسا، در اعتراضات ما، در اعتراضات جنبش سبز و دیگری و اینور اونور، هیچ وقت از جمهوری اسلامی حمایت نکرد. این پرنسیب بگید درسته؟ اگر پرنسیب، اگر بگید که این جنایت ها، این اشکالات ذاتیه، یعنی ناشی از تربیتشونه، خب باعث پس همه جا اخوان المسلمین همین رفتار انجام بدن دیگه. نمیشه که مثل اینه که بگیم مثلا اگر 4 تا شیعه، 4 تا دمینم عضو جمهوری اسلامی، من و شمایی که تو جمهوری اسلامی بودیم، رأی دادیم، فعالیت سیاسی کردیم، اگر جمهوری اسلامی 4 تا جنایت انجام داد، پس تمام ماهایی که جزی از گفتمان جمهوری اسلامی بودیم دیگه باعثی ذاتن، پرنسیبن، تربیتن، هرچی اسمش بذارید، تروریست و نمیدونم خشن و اینا باشیم، غلط کردن، اشتباه کردن، جنایت کردن. من گفتم گردانهای القسام همه کسانی هستند که تمام بچه هاشون از دست دادن. همین محمد زیف که الان فرمانده گردانه القسامه، یک دستش، یک چشش و زنش و دو بچهش کاملا از دست داده. اینا بسیار، اینا مدتها مخفیانه زندگی میکنند. دوستان عزیز، من نمیگم که کارشون درسته، میگم که شرایطی که یک فرد یک اقامه انجام میده چه جوریه. بعد اینم مردم فلسطین که میرن خشم سازماندهی شده نیست که میگه شما برو اون انجام بده، یکی با لباس شخصی، یکی با اینجوری، یکی با اونجوریه، همه جا این صورت میگیره. اشکال هست، این که من که شکی درش ندارم، ولی وقت ما میگیم که با طالبان که این همه جنایت انجام داده، درسته؟ ما داریم مذاکره میکنیم، داریم کنار میایم. خب ما نبایستی بگیم چقدر افکار عمومی جهان عرب چطور بده؟ خب ما جهان عرب بخشی از ما هستن، بخشی از جامعه ما هستن، بخشی از جامعه ایران هستن، ما میخوایم باش ارتباط برقرار کنیم. حتی عربستان سعودی که اینقدر با حماس مخالف بوده، تمام نمیدونم از رابطش با قطر و ترکیه و نمیدونم همه به هم زد به خاطر مسئله حماس و اینا، خب باز تو این جریان چیکار کرده؟ به خاطر افکار عمومی جهان عرب از فلسطینی‌ها حمایت درست کرده. اجازه بفرمایید شما دروغ میگی. من معذرت میکنم، عذرخواهی میکنم. عربستان حماس رو محکوم کرد. نه دارید دروغ میگید. از احتلال گفته احتلال. شما دارین دروغ میگید. عربستان میخوای بیانیه اجازه بدید. بله بیانیه وزیر خارجه عربستان شما اگر که بخونین مسلما حماس رو. بعد شما یه دروغ دیگه هم گفتی. آقای رضا یه لحظه شما سر دارین اینجا دروغ میگیم، پس اجازه بدین. دروغ نمیگم. شما اشتباه میکنید. شما فلسطینو، شما اسرائیل، آقای رضی یک لحظه. شما گفتین که یک ماه پیش یک سرباز اسرائیلی پوتینشو گذاشت روی سینه یک زن فلسطینی. نه یک بار. شما الان سرچ کنید ده ها ویدیو از این قبیل. آقای رضی شما یک لحظه سکوت بکنین. شما اگر 30 ثانیه قبل از اون مسئله رو میدیدین میگفتید که حقش بود. این خانم یک تروریست بودن که با چاقو حمله کرده بودن. چرا تروریست باشه خانم؟ چرا تروریست باشه؟ میخواد بره نماز بخونه. مگه هر کی نماز بخونه؟ با چاقو کشی؟ آره مگه هر کی چاقو کشی؟ نه مگه هر کی چاقو میکشه تروریسته. آقا شمس روند اتاقتون دو این مدلی بشه. یعنی چی؟ خب میخوام بره نماز. اگر اینطور باشه من هم رفع زحمت میکنم. اجازه بفرمایید. انشالله خدمت همه دوستان میرسیم. خدمت جناب آقای دنی و جناب آقای مهرداد هم خیر مقدم عرض میکنم. آقای دنی از ایرانیان مقیم اسرائیل هستن که خب حالا دیدگاه هایشون هم تو این ماجراها شنیدنی هستش.
آقای رایان عزیز شما رو هم بشنویم. عذر میخوام، من یه نکته رو بگم چون که اصلا اساسا بعد از مطالب من جناب آقای سلیمی عزیز که ارادت دارم خدمتشون و آشنا هستیم، آقای سلیمی میدونیم در حوزه خبری جایی که کار میکنی آگاهی داریم، به نسبت هم توانمندی های حوزه حرفه شما رو آشنایی تام دارم بنده. ببینید بس خیلی فراتر از این مطالبی است که شما اشاره کردید. اول اینکه در استیج کسی حمایت از اسرائیل نکرد، یعنی از سر بغض به نظام جمهوری اسلامی ما حمایت از اسرائیل نکردیم، اعلام انزجار از رفتارهای حماسیان کردیم، یک جنایت بوده. مثلا جناب آقای روشندل گفتن که حماس هم نادانی کرد. نادانی نبود، جنایت کرد، جنایت علیه بشریت که همه انسان‌های مدرن دقایقی برخیش لرزیدیم. این یه بود قضیه هست. نکته دیگه این که واقعا ملت ایران در یک حوزه‌هایی همسرنوشت و مشترک نیستن با ملت عرب منطقه. ملت ایران مطالبات متفاوتی دارند. نمیگم خوب یا بد، ما ملتی هستیم که به اشتباه یا به خطا هر چیزی بوده یک سرنوشت شومی در سال 57 بر ما آوار شد. ما تجربه یک نظام دینی رو داریم که اگر مشخصا در انقلاب مهسا جنبش زن زندگی آزادی دقت کرده باشید، یک دست رد بزرگی بر نماد و نهاد ارکان و آرمان دین میزدن، نهادهای دینی میزدن، حکومت دینی میزدن. اینجا اصلا وجه ما جدا است. همون کشوری که شما زندگی میکنی که منم اونجا بودم مدت ها، ببین علارغم این که مشروب خانه ها بازه، وقتی اسم شخص رو میپرسیم بعد یک سال الحمدلله میگه مسلمانم. یعنی اصلا تفکر جامعه ایرانی با تفکر جامعه ترکانی و جامعه عربی تفاوت هایی داره. چرا؟ چون زخم خورده نظام دینی است. البته اعلام خود نکرده انزجاری با همسایگان عزیز عرب، ملت عرب ملت با کرامتی هم. ما ارادتمون محفوظه، ما کشور سوئیس نیستیم، همسایگان ما همینا هستن، اینو هم میدونیم. اما مطالبات نسلی ما به تناسب تغییرات مختصات نسلی کاملا متفاوت. ملت عرب اساسا مقوله فلسطین و اسرائیل عربی اسرائیلیه، درسانی ایرانیه. نکته بعدی، کلام ما مشخصا خودم اینجا حتی آقای واحدی عزیزم که شنیده بودم، ببینید حتی من شخصا اینو میگم، حتی از اینکه بخشی از سرمایه کشور منم هدر میره، نه اون درد بزرگی است، چمدانی و حمایت ها و این حرفا، کرامت انسانی داره خورد میشه با بودن با رفتارهای حماس. اصلا بس ارزش های انسانی مدرنه. در هر روی بخوام جنبندی بکنم، نمیتونیم قیاس تطبیقی داشته باشیم بین مطالبات ملت ایران که اصلا توی مسیری دیگریه. و شما شک نکن اگر جنبش زن زندگی آزادی به پیروزی میرسید، البته به قول حضرت مولانا که در اگر نتوان نشست، اگر دیگه تا مرز آستانش رفتیم، اگر به پیروزی میرسید یکی از جنبش های پیشرو و فرامنطقه‌ای میبود که بر کل منطقه و در حتی بر اون کشور ترکیه که خب حالا ترکیبی فراتر از عربی هم داره تأثیرشو میذاشت. اینه که روند حمایتی جوامع و ملت اعراب مسلمانی از حماسیون یا فلسطینیون، اونا میدونن خطا صورت گرفته، اونا هم میدونن جنایت صورت گرفته، ولی رویکرد قبیله‌ایه، حمایت میکنن، ولی رویکرد ملت ایران قبیله‌ای نیست. ملت ایران ملتی که فرصت میده، ملت ایران ملتی که در جنبش 88 پلیس ضد شورش رو آب میداد و ملتی است که در جنبش مهسا پلیس ضد شورش رو آنکار دیگر میکرد. مسیر خردمندانه و محاسبه شده داره و درد ما ورود به وادی حماس و مسائل از این دست نیست. اساسا ارتکاب جنایتکارانه داشتن. ببینید بحث تاریخی بخوام بکنیم و در تاریخ بمونیم، برادر کشان کی کنن آشتی، این ابد و ده میمونه. ولی نقاط، ببین نقاطی پیش اومده که به سمت آشتی داره میره، جمهوری اسلامی نمیذاره. جمهوری اسلامی فلسفه حضورش با ادامه نزاع هست که بقا میگیره. باز هم میگم تا سر مار در منطقه رو نزنن منطقه روی خوش نمیبینه. متشکرم. بسیار آیه رازی، خدمت شما میرسم. فقط یه جمله میخوام بگم، یک دقیقه شاید کمتر بشه اگر اجازه فرمایید. بفرمایید
بله آقای رایان کاملا درست میفرمایند، آقای واحدی هم فرمودند این ایران تو این ماجرا دخالت کامل داشته. عملیات هومس که هفته گذشته انجام شد، حدود 120 نفر از نیروهای زبده رژیم اسد کشته شدند. معمولا در سوریه وقتی چنین تلفاتی به نیروهای اسد و حامیانش ایران و روسیه وارد شد، هیچ وقت رسانه‌ای نمی‌کردند، بولدش نمی‌کردند که چه اتفاقی افتاده برای اینکه رویشون تضعیف نشه. اما در این ماجرا بسیار بولدش کردن، ویدیو پخش کردن، تصویر کردن. و چرا؟ چون این زمینه چینی بود که بخوان واکنش نشون بدن و این واکنش مشخص بود که بالاخره اون انعکاسش کاملا برنامه ریزی شده بود و ایران در این ماجرا دخالت داشته. دلیل دوم بنده هم اینه که معمولا در عملیات های خرد و ریز، نمیدونم خشونت ها، اسمش هرچی بذاری، که من کلا مخالفم با فعل نظامی و عملیات نظامی حماس و جهاد اسلامی در غزه، اینجا محکوم میکنم، اصلا دوست ندارم حماس یک ریاض از ایران بگیره. با دوستان فلسطینی صحبت کردم، محکوم کردم، باشون دعوا کردم که آقا پول ما حروم شماست، بهشون گفتم دوست ندارم اصلا یک ریال از ایران بگیرن. خب این وقتی که عملیات در این سطح گستردگی انجام میگیره، حتما بایستی با محوریت غزه، رهبری غزه انجام بگیره و با محوریت حماس انجام بگیره. غزه هم یعنی حماس و اون ماجرا. به این خاطر هم حماس اینجا میداندار شده. وقتی حماس میداندار شده، بدونید که حتما رهبری ایران و رهبری کل محور مقاومت، نمیدونم هشت شعبی، سپاه قدس، حزب الله و اینا پشت سرش بوده. با توجه به این دلایل من به این نتیجه رسیدم. حتی صحبت‌های به حساب بالا گفتم که روزنامه‌نگاران و نمی‌دونم فعالین به حساب رسانه‌ای عرب که می‌خونم، من چنین چیزی می‌بینم که ایران پشت این ماجرا بوده، انکار نمی‌کنن، همونطور که آقای رایان فرمودن. ببخشید. ممنونم آقای سلیم زاده. بفرمایید. آقای خب آقای دکتر شمس یه نکته ای رو میتونم بگم؟ آره یه نکته ای رو بعد از آقای دانیال میخواستم عرض بکنم، چون دوستان فکر میکنم صحبت من رو اشتباه برداشت کردن. بفرمایید. خب آقای دانیال همجوری که عرض کردم از ایرانیان مقیم اسرائیل هستن که یکی دو سالی هم در کلاب هاوس حضور دارن. خب امشب حتما تحلیل های ایشون شنیدنی هست. بفرمایید جناب آقای دانیال. درود بر همگی و عرض ادب. من اسمم میبرم، دوستان خیلی زیاد هستن. اولا من عذرخواهی میکنم از اینکه از کوره در رفتم، به خاطر اینکه صحبت های ایشون خیلی مثل الان جمله که گفتن که اون حمله ای که به مدرسه نظامی در سوریه شده، پس این اصلا چه رفتی به اسرائیل داشته؟ این اپوزیسیون سوریه بوده، هیچ رفتی به اسرائیل نداشته. شما نمیدونم چجوری قاطیش کرد. از این بگذریم، دوستان هم میگن که اگر حزب الله وارد بشه، اگر فلان بشه ایران، نه اینطور نیست. نخست وزیر و وزیر دفاع صراحتا اعلام کردن هر کسی، هر کشوری، هر دولتی، هر رژیمی، هر سازمانی که در این قتل عام، چون قتل عام اسمش، دست داشته، هزینه خواهد داد. یعنی به طور غیر مستقیم هدف جمهوری اسلامی. هیچ این نیست که به منتظر حمله حزب الله یا چیز دیگه نیستن. همون ثانیه اول معلوم بود که ایران دستش در کاره. ببخشید، جمهوری اسلامی رهبری این قتل عام رو داره. و دوستمون که گفتن که اگر در ایران اگر جمهوری اسلامی میدونست لو میرفت، نه، اگر فقط بیت رهبری میدونسته، امکانش خیلی کمی که بتونن. منظورم از بیت رهبری نه همه، آقای خامنه‌ای و شاید دو تا از دستیاراش میدونستن. دستور از ایران اومده، از جمهوری اسلامی اومده، تمام تسلیحات و آموزش نظامی، به خاطر اینکه کاری که دیروز حماس کرد، برای روز من دیگه روز از اساس بیدارم یه دستم در رفته، یه کار خود حماس نیست، کار خیلی خبره‌ای بوده، قدم به قدم اومدن جلو و این کار غافلگیرانه رو انجام دادن. در این صورت اگر فکر میکنه کسی، فکر میکنه که
اسرائیل منتظر اینه که مثلا حزب الله حمله بکنه و بعد حمله بکنه، نه اینطور نیست. صراحتا اعلام کرده که هر کسی که در این قتل عام دست داشته هزینه‌شو خواهد داد. ببینید ما از دیروز بالای 600 کشته اعلام شده، تعداد کشتگاه خیلی زیادتر از اینه و مردم اسرائیل نه زیاد نه فراموش میکنن و میبخشن و دولت و ارتش باید این وظیفه رو داره که واکنشی نشون بده که همچین مسئله دوباره پیش نیاد. ممنون. خب جناب دانیال، من دو تا سوال از شما بپرسم. یکی این که سرنوشت این کابینه جنگ که قرار شد گروه های مختلف اپوزیسیون اسرائیل با هم ائتلاف بکنن و یک کابینه تشکیل بشه، این رو بفرمایید به کجا رسید سرنوشتش و از کی کارش رو آغاز میکنه؟ دوم، آیا به نظر شما دامنه جنگ توسط اسرائیل به داخل ایران هم کشیده خواهد شد یا نه؟ در خدمتتون هستم. البته از ماست. ببینید الان یک دولت اضطراری هست، یعنی اپوزیسیونی الان وجود نداره و وقتی که اپوزیسیون به طور رسمی وارد دولت بشه که خواهد شد، این یک مقدار زمان میبره، بخاطر اینکه کشور دموکراسی نیست که یه نفر تصمیم بگیره و تموم بشه، یه به حساب یک مقدار زمان بره تا این رسمی بشه، ولی الان تقریبا تموم شده است. آقای شمس، آقای دکتر شمس، من همون در صحبت اول گفتم این جنگ به خاک ایران هم کشیده خواهد شد. خب دامنش رو تا چه حد فکر میکنید؟ هوایی، زمینی، به چه صورته؟ شما چیزی تحلیلی دارید؟ من نظامی نیستم، من نمیدونم تصمیماتیه، ولی جمهوری اسلامی یک هزینه خیلی بالایی خواهد. بله، بسیار متشکرم از لطف شما آقای مصطفی. و بعد جنبندی دوستان کارشناس رای واحدی، شما مثل این که فرمایشی داشتید، بشنویم شما رو. جناب آقای واحدی بفرمایید. عرض به حضور شما، بله، من چند نکته کوتاه. ببینید، یکی، من خدمت آقای رازی عرض میکنم، مواضع خودشون باعث شبهه میشه وقتی ایشون میگن که ما با طالبان هم داریم مذاکره میکنیم، چرا با اینها مذاکره نکنیم؟ جمهوری اسلامی، نه مردم ایران. که جاتون مناسب نیست آقای واحدی، صداتون با ارتعاش میاد. خب در اون موقع حماس هم به تبعیت از قطر و تا حدودی عربستان با بشار اسد مخالفت میکرد، اما این مسئله در سال 94 حل شده. سال 94 در اسفند 94 گروه های فلسطینی شامل حماس و جهاد اسلامی، اون کسی که اخیراً فوت کرد، رهبر جهاد اسلامی و اسماعیل هنیه و خالد مشعل و تعدادی اومدن ایران با قاسم سلیمانی ملاقات کردن. در اونجا قاسم سلیمانی دو نکته میگه. یکی ما این که یه مقداری کمک مالی به گروه های فلسطین رو قطع کردیم، علتش مسائل اختلاف سیاسی نبوده، مشکل مالی خودمون داشتیم که این به زودی از سر گرفته میشه و بعدم یه حالا یه اختلاف بر سر سوریه داشت، مسئله حل شد. یعنی زمانی که قطر یک مقداری موضعش رو تعدیل میکنه نسبت به سوریه، حماس هم تعدیل میکنه. یعنی حماس کاملا در قصه سوریه، نه در مخالفت با جمهوری اسلامی، نه خیر، در همراهی یا در پیروی از قطر مواضع حماس تغییر کرده. این هم در جهت اطلاع دوستان، این مسئله این بوده. یک نکته من عرض کنم، بعض دوستان نوشتن، من گفتم گوره پدر دوستان عزیز، ببین میخواید خیلی راحت ملا لغتی بودن. آقای رازی گفتن که جهان عرب پشت حماس. جهان عرب معنیش مشخص، یعنی کی؟ و من اون کلمه در پاسخ به این قصه گفتم، هنوز هم میگم اگر قرار جهان عرب از این کسافتکاری حماس دفاع کنه، حتی من نظر شخصیم گفتم، من تحمیل نمیتونم نظرم کنم، نظر خودم اینکه اگه تمام جهان عرب هم از بخواد از حماس دفاع کنه، گور پدرشون. الان هم همین تکرار میکنم، هیچ ابایی هم ندارم، ولی مطمئنا هیچ آدم عاقلی اینو برداشت از عربای هموطن یا عربی که به صورت عام ملت‌های عرب برداشت نمیکنه. و نکته آخرم عرض کنم، من در مورد اینکه آیا، یعنی یک نظر وسط میشه داد در مورد اینکه آیا جمهوری اسلامی در جریان بوده یا نه، و بعد با استناد من خودم عرض کردم، گفتم اتفاقی که افتاده نمیتونه تحت
تعلیمات یا اقدامات امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی باشه. سطحش بالاتر از این حرفاست. به نظر من بیشتر روسیه است تا جمهوری اسلامی. اما اینکه حالا بگیم چون اگر خود من همین اتفاقا گفتم اگر جمهوری اسلامی خبردار بود حتما به گوش اسرائیل میرسید. اما یه فرض سوم اینجا وجود داره دوستان. خیلی از افراد معتقدن که الگوی اقدامات فعلی در اسرائیل مطابق الگوی 11 سپتامبر، یعنی احتمالاً اسرائیلی‌ها بی‌خبر هم نبودن ولی علاقه داشتن این کار انجام میشه برای اینکه ریشه حماس رو یا حداقل ریشه بعضی از گروه‌های فلسطین رو بکنن به همین بهانه. یعنی این رو من نمی‌خوام بگم درست یا غلطه، ولی وقتی میخوایم فرضهای مختلف رو در نظر بگیریم این فرض رو هم بذاریم که با فرض اینکه اسرائیل در جریان بوده و این اقدامات اتفاق افتاده، این همیشه تحلیل کرد که پس هیچ منافاتی نداره که جمهوری اسلامی در جریان بوده. و نکته ای که هم در مورد صحبت آقای مصدق گفتن جمهوری اسلامی موج سواری میکنه، جمهوری اسلامی به شدت این روزها با توجه به تحقیری که از سوی عربستان شد نیاز داشت که قدرت نمایی بکنه ولو به اندازه شیر پاکتی. به همین جهت من تصور میکنم اصلا اینکه اصرار کردن خودشون، یعنی جمهوری اسلامی دیگه حد رسواییش در عرصه بین‌المللی اینقدریه که فکر نمیکنه رسوایی به اضافه یک بشه. گفته مهم نیست، ما که اگرم الان اعتراف نکنیم بعدها اسنادش رو میشه. به گمانم با تشویق خودشون سران حماس دارن اینو میگن برای اینکه جمهوری اسلامی در داخل یک قدرت نمایی کنه، بگه ما انقدر قدرت داریم که میریم در اسرائیل این کارا رو میکنیم و اعلام هم میکنیم. در واقع پاسخ به تحقیریه که توسط عربستان در ماهای اخیر شدن، به خصوص تحقیر آخر در بازی الوقت سپاهان. متشکرم. آقای واحدی تشریف دارید در خدمتتون. بله من کوتاه بگم. ببینید همیشه شما نداشته باشید. الزاماً حساب دولت قطر و شبکه الجزیره یکسان نیست. ببینید دولت قطر اولین دولتی در منطقه ما بود که روابط وسیع اقتصادی علنی و سیاسی غیر علنی با اسرائیل داشت. ولی در تمام مدت هم لحن الجزیره نسبت به تحولات اسرائیل و فلسطین همین بوده. به کشته شده های اسرائیل میگه کشته شده، به کشته شده های فلسطین میگه شهید، به نیروهای جزن هموار میگه نیروهای احتلال، در واقع اشغالگر. این چیزی نیست. من تغییر در روند الجزیره ندیدم. خبرها رو داره کاملا مثل معمول تمام اطلاعی های ارتش اسرائیل رو هم منتشر میکنه، اطلاعی های حماس و برای فلسطین منتشر میکنه. البته میگم وقتی خودش میخواد مستقل گزارش بده، عنوانی که برای کشته شده‌های فلسطین میکنه برای شهید، عنوانی که برای اسرائیل میکنه برای اشغالگر. ولی الزاما این نگاه دولت قطر نیست. من میخوام خودم چون نمیگم نیست، ولی الزاما نیست. تصور هم نمیکنم دولت قطر بنای داشته باشه که حالا بخواد وارد جنگ با اسرائیل بشه. اینا طبیعتا به خاطر اون نگاهی که در جهان اسلام نسبت به مسئله فلسطین وجود داره، ناچارن با احتیاط رفتار کنن. شما همین رفتار رو دقیقاً در دولت عربستان هم ببینید. ولی اون چه مسلمه هیچ ارتباطی نگاهاشون به نگاه جمهوری اسلامی نداره. عربستان، ترکیه، قطر همشون در این دو سه روز صحبت کردن، اتفاقا اظهار نگرانی کردن از لطمه ای که این مسائل به روند صلح میزنه. به روند صلح هم از نظر اونها یعنی ماندن دولت اسرائیل و تشکیل یک دولت فلسطینی در بخشی از خاک فلسطین. ترکیه هم که به یه خورده تازه وضعش پیچیده تره. ترکیه به هر حال با توجه به عضو ناتو هست، باید خیلی مراقب باشه وارد هیچ درگیری نشه، چون اگه وارد درگیری بشه ناتو هم با خودش میاره. به همین جهت اینطور نیست که دولت ترکیه مستقلا بتونه در بعضی از درگیری‌ها تصمیم بگیره، یا حداقل به خاطری که عضویتش در ناتو با اما اگر مواجه نشه وارد درگیری اینچنین نخواهد شد. موضعش هم دقیقاً موضعیه که موضع میانه گرفته، موضعی که به نظر میاد مثلا بعضی از اعضای سازمان ملل هم گرفتن. شما نگاه به برزیل نکنید که حالا به عنوان رئیس دوره شورای امنیت میاد میگه به گروه های فلسطینی میگه تروریست و میگه ما تا آخر کنار اسرائیل ایستادیم، یا مثل هند میگه ما تا آخر کنار اسرائیل ایستادیم. طبیعیه که دولت هایی که یک نام اسلامی دارن ناچارن در گفتگوهاشون یا در موضع گیری های علنیشون یک مقداری با اون چیزی که پشت پرده است متفاوت باشن. من تصور نمی کنم حالا دولت ترکیه، به خصوص این نکته من در لایو ها من دو سه روز گفتم، عربستان، ترکیه و بسیار از کشورهای منطقه هیچ اقدامی نمی‌کنن که به تقویت حماس منجر شه و از این تقویت حماس جمهوری اسلامی استفاده کنه. به خصوص عربستان به خوبی میدونه که اگر جمهوری اسلامی در این عرصه موفق بشه، حتما نوبت بعدی نوبت عربستان خواهد بود. به هیچ وجه عربستان دلش رو به این صلح پوشالی که با جمهوری اسلامی امضا کرده خوش نخواهد کرد. و به همین جهت هم عرض می‌کنم امکان نداره که به خصوص عربستان اجازه بده یا حتی ترکیه و قطر اجازه بدن جمهوری اسلامی تقویت بشه از طریق حماس. شما اگر بیانیه این جمله آخرام عرض کنم، اگر بیانیه وزارت خارجه عربستان رو ببینید، به هیچ وجه نامی از حماس نمیبره. میگه درگیری که بین بعضی از گروه‌های فلسطینی و دولت اشغالگر اسرائیل هست، یعنی این عنوان اشغالگر استفاده میکنه در حالی که خودش داره مذاکره میکنه. و بعدم در همینجا هم میگه که علت اصلی اینه که دولت اسرائیل روند تشکیل دو دولت رو کند کرده و این اتفاقات ناشی از اونه.
یعنی حرفش کاملا در تضاد با حرف جمهوری اسلامیه. من جهت اطلاع دوستان خیلی متشکرم. من با بخش پایانی صحبت آقای شهر سعدی کاملا موافقم که قضاوت زوده، چون که قضاوت ما تأثیری هم بر روند حوادث نداره، عجله نکنیم. یه موقع قضاوت ما میتونه مسیر حوادث رو عوض کنه، خب موظفیم در اسرع وقت اظهار نظر بکنیم. اما زمینی که نباید غفلت کنیم، زمینی که باید هشدارها رو به مردم بدیم که جمهوری اسلامی از راه‌های مختلف به دنبال ایجاد تنش و دردسر و ناآرامی در ایران هست، ولی خب هیچ ضرورتی نداره که یک اظهار نظر قطعی بکنیم. در مورد اینکه باید در برابر جنایت‌های اسرائیل هم واکنش نشون داد، حتما موافقم. اما بازم برمیگردم به همون عرضی که در قسمت اول صحبت در ارتباط با صحبت‌های اولی آقای شهر سعدی داشتم. ما یکی از مصیبت‌هامون رفتار حکومت طوری بوده که بسیار از مردم ایران رو یک فیلترهایی جلوی چشماشون گذاشته، یک فیلترهایی در برابر قضاوت‌هاشون گذاشته و با یک پیش داوری وارد میشن، هر چیزی که تصور میکنن به نحوی با جمهوری اسلامی مخالفه میگن حتما خوبه و هر چیزی که با جمهوری اسلامی موافقه میگن حتما بده. من خودم هم یکی از معیارهای ارزیابی همینه که اگر جمهوری اسلامی چیزی تعریف کنه حتما یک فسادی در اون هست که جمهوری اسلامی دفاع میکنه و اگر جمهوری اسلامی با چیزی مخالفت کنه حتما یک خوبی در اون هست. اما معنیش این نیست که اون خوبی که من میگم هیچ بدی نداره یا اون بدی که میگم هیچ خوبی نداره. راه درستش اینه که ما همزمان محکوم کنیم. ببینید الان تصاویر منتشر شده، یک عضو حماس رو سربازای اسرائیلی گرفتن، الان منتشر شده. خب اینا هم خیلی دارن وحشیگری میکنن، واقعا بده. میتونیم بگیم آقا اینا عصبانی ان، خب همون حرفو حماس هم میتونه بزنه. یعنی از یک ارتش منسجم مثل ارتش اسرائیل اصلا توقع نیست. همین رو هم باید محکوم کنیم. بسیار رفتار رو یه عضو حماس رو گرفتن، حالا من نمیدونم، شاید ما در عرصه باشیم، ما هم همین مثلا یک حرکتی از طرف دیدن عصبانی شده، نمیدونم. ولی به هر حال ما به عنوان کسان با ناظر بیرونی موظفیم که در همه زمینه‌ها بگیم. اما فراموش نکنید که ما امروز در مورد تمامیت مسئله اسرائیل و فلسطین صحبت نمی‌کنیم. داریم در مورد یک حادثه‌ای که دو روز اتفاق افتاده، صحنه‌هایی که خود رسانه‌های طرفدارشون منتشر کردن، نه اینکه قلم بگیم در دست دشمنه. تصاویری که به عنوان جشن شادی در جمهوری اسلامی پخش شده که زن و بچه مردم دارن از اردوگاه فرار میکنن، جنازه رو وانت انداختن دارن هم میبرن، دختری رو که دستگیر کردن موهاشو میکشن تو ماشین میندازن، این اتفاقا تصاویری که از رسانه‌های جمهوری اسلامی به عنوان موفقیت پخش شده. ما داریم در این مورد به خصوص صحبت میکنیم. طبیعتاً در این مورد به خصوص وقتی صحبت میکنیم نیازی نیست که برگردیم بگیم 50 سال پیش اتفاق افتاده، نیازی نیست که بگیم حتی 2 سال پیش اتفاق افتاده. بله، میشه اگر خواستیم ریشه یابی کنیم اختلافات اسرائیل و فلسطین رو، یا خواستیم حوادث رو ریشه یابی کنیم. اما در مورد این موضوع به خصوص و نگرانی هایی که مردم ایران دارن که مبادا درگیری به ایران کشیده بشه داریم صحبت میکنیم. تصور من بر اینه که من از اولم گفتم گمان نمی کنم جمهوری اسلامی و حتی اسرائیل تمایلی برای جنگ داشته باشن با هم دیگه. حالا دوستان میگن اسرائیل، گفت من جواب میدم، ولی قبول کنید دوستان. ببینید، البته من معتقدم این حادثه یه مقداری دست جمهوری اسلامی رو کوتاه، یعنی جمهوری اسلامی تصور میکرد که اگه چند هزار موشک بفرسته به طرف اسرائیل، اسرائیل ناچار کوتاه بیاد به خاطر امنیت شهروندانش. ولی عملا در حالا نمیگم همه ظرفیت، ولی تا یک پایلوتی از اون کاری که جمهوری اسلامی میخواد انجام بده انجام شد. ولی به هر حال قبول کنید که جمهوری اسلامی چون هیچ محدودیتی برای هزینه هایی که در جهت ماجراجویی میکنه نداره، برخلاف محدودیتی که برای خرج بر ملت ایران داره در این زمینه، و از اون ورم هیچ مشکلی با کشته شدن میلیون ها ایرانی نداره، در حالی که در مقابلش اسرائیل حتما اگه تعداد تلفات از 2-3 هزار تا بره بالاتر حتما بحران های بسیار شدیدی در داخل کشور خواهند داشت. و همین جهت به نظر نه اسرائیل تمایل به جنگ داره، نه جمهوری اسلامی که به اندازه کافی الان درگیری داره، و به هیچ وجه هم مطمئن نیست که مردم کنارش بایستن. و تازه فکر میکنم اگر شناختش از اوضاع مثل شناخت ماها باشه، مطمئنه که مردم در کنارش نخواهند ایستاد. به همین جهت من تصور میکنم که به طور طبیعی امکان جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در شرایط فعلی خیلی کمه. برداشت من اینه، کمان که معتقدم حزب الله هم خیلی جدی وارد نشده و نخواهد شد مگر دیگه حالا تحولات دیگه رخ بده. خیلی متشکرم از همه دوستان، ممنونم.